ازیار ردیف میشد، امنیت ازیار را میگرفتیم، در انتخابات جوانای پنشیر و کاپیسا به شهادت رسید و هزار کار نبود که بادست از این مردم نکردیم. امروز اینمی جرم و جنایتی که در بدخشان روان است، در تخار است، در قندوز است، در کل افغانستان در مجموع است، باعثش اینمی سیاسیونی کمکار، اینمی سیاسیونی که باور به برادری و برابری داشتن. سر از اون میایم سلطانی سپاه پوزشنی مقدمه سر هر دوستا بیاییم. آقای برامی بزرگوار با شما برمیگردیم. سلطانی سپ اینجا شورای مقامت ملی نامش است، پیام میتن کلون کلون آدمایی که تا دیروز را جهانکشا میگفتن خدا، گویا افغانستان از همه چیز نجات دادن. آلی میاین 10 تا چهره هایی که همه میگن منم رهبر است، از مارشال تا بسیار آدمای کلان کلان میگن ما با طالب حرفی نداریم. تی تی پی در شمال رفتنش ظلم است. و مردم یا در کنار مردم و ملتتان باشین یا سمسیده امو به خاطر چهار تا خانه و بلند منزله که در اونجا انداختین، آلی در ترکیه و در ایران و در دبی و در آنجا و اینجا برده شدین، مردم بگذارین. مردم او قدری است که هنوز آقای از فروتن، شرفشان دفاع. آقای فروتن، یک سوال میتونم بس. یک سوال. امی اقابم در راست. ما کوتا میره میگم. تو را به خدایت که قسم درم یک جایی که حضور داشتیم در رابطه به می کسا چی گفتم و نفر قسم دو دفعه با ودانت خدا قسم خود قسم مانتی امو چی بود؟ امو یک چیزی شخصی بود؟ آفری اونمو یک آدم قسم خورد که به ناموس ما قسم اگر فلانی بیغیرت است، زن یک تاجیک، زن یک پشتونی واقعی را که یک پاکستانی تلاشی میکنن، باز من و تو و سلطانی و فروتن بیغیرت و بیمان نیستیم، تا روزی که زنده هستیم استاد میشیم. به خدا قسم این روز بیوردگی مردم است که سالو بخدم بالاخره به خود حق داده که پاکستانی را میاره به سرزمین ما شما در حاکمیت میاره. والیش در پنشیر بلند شد که او مردم پنشیر اگر زنایتان توسط سربازای طالب تلاشی میکنه احساس بیگانگی نکنین، احساس کنین که خوب برادرایتان است. بیناموسی یک کتلی زیر نام امارت از این کرده خشنتر آفتابیتر نمیشه. آقای عقاب زیاد ورخطا هم هستی در درایب هم هستی، همین نظر اوقاب هم میگیریم بعد برامی سی بگو هم به اجازه برامی سی بگه اجازه بتن بگذارین برامی سی صحبت کنن، من در یک جای گوشه میکنم که باز فکرم تیت نباشه. آه سعی سخت تو تا وقت گوشه بکن، بفرمایین برامی سی بزرگو. درود مهر خدمت همه عزیزان، سلام برای شما دوستان عزیز و کسایی که ما را میبینند، انشالله عید قربان خوبی داشته باشین. یک تعداد دوستا سر آقای فروتن یا امان یا دوستای دیگری که انتقاد میکنند، درد ما مشترک است. در آخر روز لطفا سر مشترکات خود باید ما تمرکز کنیم که ما چی دردی را میکشیم و چی در افغانستان جریان داره. میگذاریم گذشته هر کس یکان دلخورگی داره برترتیب. ما خواهش ما از همین تقریبا 600 چند نفری که اینجا هستیم، هیچ امکان نداره از همین 600 نفر یک 300-400 نفرتان فامیل در افغانستان نداشته باشید. 200 نفرتان هیچ امکان نداره در جایی که تجاوز میشه، ظلم میشه، غارت هست، چور هست، چپاول هست، سر زمین و خانه و کاشانه تان میان یک تعداد پاکستانی ها اونجا میخوان که بدر حکمرانی کنه، خانه تان بگیرن، شما را از خانه بکشن. که مثل که در تخار ما اونجا فیلمش هست که خانمش در داخل خانه بود، سر خانمش فامیلش ناموسش در اولی را قلف کرده بود، میگفتی جایی از مسته، میگفت خانم مست گفت رزور کس گوش نمیکن. اما منظور ما چی هسته؟ هم وطنه که تو فامیل در اموجه هسته، پول روان کو چرایی پدر کلان تا درست کو دامپر بخر بیادر برالای از اینا بخش شب بیادر عملیات کو، منتظر کسی نباش. تو بیادر یک تعداد آمده بیادر تا اصل تا نصب تا جایگاه تا میگره غصب میکنه، از جایگاه تا ناموس تا از خاک دفاع کردن جهاد است برادر. هر کسی که میره در سر خاک تجاوز میکنه زدن از او بیادر مثل مرتب هیچ گناهی نداره. خواهش میکنم از شما که اینجا میشنوین و فامیلایتان در اونجا است، اقلا خدا در جایگاه از اونا قرار بتین، وجدان بیدار داشته باشین، کمک کنین اونا را تا که مظهر خدمت شوین. اونا هم از فقر بدبختی و دربدری و خاک بسری که یک تعداد میه اصلا هیچ چیزی بر از اونا امتیاز قائل نیست، اونا را میگیره دستشان دور مندازشان که ما دیدیم ایره باید ایره باید تکان بخورن، این کار باید شوه. یک تعداد دوستای ما دمی المند است، من نام نمیگیرم، از فارسی زبان است، اونا قصه فامیلاشان آن قدر
تنگ ساخت جایگاه را برشان کنه، باید تک ترک مکان کنند. میان چند تا خواهر داره، چند تا خانم داره که نامزاد است که بیوست، یعنی قدر جستجو میکنه. برامیش بزرگوار جان، آقای عقاب از ولایت تخار ولسوالی خوجغار است. ولسوالی خوجغار یک میدان هوایی داره به نام، بسیار یک میدان مشهور در گذشته قابل استفاده بود، میدان هوایی خوجغار وصل به ماورای کوکچه است و پروژه بندی که ماورای کوکچه در زمان سردار داوود گذاشته شده بود ناتمام بود و مثل می بند قشتپواری شد، یعنی گزینه دوم اونمو اعمار بند کوکچه است. قبل از اینکه نمی بند اعمار شود، ناقلین را از مسیر شهر خوجغار کمی دم قسمت دریا گفته، این طرف سرش میدان هوایی، اینمی دو طرف جابجا کردن تا دیروز تاخیر داشتن. حال برادر دیوارکشی و خط اندازی و نمره توزیع کردن، در حالی که امیال اگر برن در خوجغار سروی شود، 60% مردم خوجغار خانه خود نداره، در خانه که از اون ولسوالی زاده شده، پدرش در اونجا کلان شده، پدر بزرگش در اونجا بوده و این آدم هفت پشت در اونجا از خانه نداره. از پاکستان میارن زمین مردم در خدمت، در اختیار بیگانه ها قرار میتن. ازی کرده به عزتی با پوزش فراتن عزیز، در ورسج در اقواد کوست ما خیلی مردم داریم که باید اونا در جای جا بجا شوند که اقلا زمین باشه و کش کار کنند. در فرخار هم قسم، در طرف کشم بدخشان هم قسم، در بدخشان، یعنی آنقدر مردم ما در داخل صفات شمال به جای سبز مثال کشت زراعت لازم دارن که هیچ لازم نیست از طرف، از طرف مثال از طرف دیوبند ما کجا و کجا یک تعداد طالبا رو برن. اما اضافه کنه نمیجا در هر این فامیلای که جابجا میشن از پاکستان آمدن، لباس های نظامی کسایی که از آیسای بر اونا 150 نفر اقلا در غور 100 نفر در غور با اینمی تعداد 3000 4000 فامیل که آمده 150 200 نفر نظامی ها آمده که از اینا مواظبت نکنه، کسی دستر از اینا تعرض نکنه، اینا به خوبی دم پلان کداران جا بجا شوند. مردم ما داده از خواب غفلت بیدار شوند برادر، از خواب زمستانی ما بیدار شویم، عکس العمل نکنی. هم وطن ما تاجک فارسی زبان، باور کنه که نسل ما شما نیست میشه. جان سپاس برامیسه به شما برمیگردیم. آقای اوقاف سلام جدا. با پوزش ما پایین میرم دوستی عزیز سفروتن عزیز، سپاس که مرا بالا آوردن، تشکر از همه شما، روز خوب داشته باشین، تو ما جای مصروف هستم. سبز و کامگار باشی بزرگوار. آقای عقاب شما معلومات کافی تر دارین، چی اتفاق افتیده در خوجغار؟ چرا فریاد ترک تبارای ما در ولایت تخار تنین انداز است و هیچ کس به این تمکین نداره، توجه نمی کنه؟ و حتی هموطنی که ما تا دیروز باور به ای داشتیم که یک وطن داریم، هموطن هستیم، برادر میگفتیم، میای نوشته میکنه فروتن با تو چی بخوای چی نخوای، این روند عملی شدنی است. اینا چی میخواین؟ بفرمایید آقای اخاب. سلام عرض و حرمت خدمت همتون، امیدوار هستم که صحت سلامت باشین. موضوعات خوجغار با کنار میپردازیم به مسائل بزرگتر. انتقال ناقلین یا مهاجرین به شمال افغانستان یا به شمال سرزمین ما که در طول تاریخ صورت گرفته، دو بود داره. یکی بود بین‌المللی است، یک سیاست بین‌المللی است، یکی مسئله تطبیق اهداف قومی و زدبندهای در اون قومی است. ما چند چیز بسیار کوتاه میخوایم مختصر بیان کنم. اولی که اگر موضوعی از این است که در امتداد کانال قشتیپه، در امتداد کانال قشتیپه بیکار است، این آسان است، مردم میخواهد جا بجا شد، بسیار نیت گپ خوب است. چرا اینقدر وقت در امتداد کانال، در امتداد بندهای مچم بند کمال خان، بند کمال خان، بند کجکی و بند این آن چرا چی نشد؟ چهار تا از وطندارای ازبیک یا هزاره یا تاجیک اوجا جا به جایی نشد. دو بود داره. بود داخلیش ای است که اینا بنا ملت شدن میخواین که ناقلین به شمال جا به جایی کنن
و برای آینده ها برای ما اوجا مشکل خلق کنند. بود خارجیشی است که میخواین تی تی پی اما اعضای تحریک طالبای پاکستان در شمال افغانستان جابجایی کنند که آهسته آهسته همین مناطقی که تحت تسلط و امنیت دیگرها است، مثلا تحت تسلط ما مردم است، اونمو به مرور زمان ناامن شده برای شما. فروتن سب در تخار وظیفه کردین، سه ولسوالی در تخار همیشه ناامن بود، دلیلش هم شاید شما بفهمید. در قد تمام عمر ناامن بود، اشکمش تمام عمر ناامن بود و مناطقی از امو ینگ قلعه و دشت قلعه و یا چندین قریه که بود اوجا هم مکمل ناامن بود. دلیلش چی بود؟ به خاطر که نناقلین، مثلا نعمت خیل ولسوالی ینگ قلعه، ینگ قلعه که همه جایش امنیت بود، یک چند یک کشلاخه که تعلق به ناقلین داشت با هم میموندن، دروازکن از ولسوالی خوجه‌بودین به سمت ینگ قلعه را باز نبود، باید یک بله. مسیری تورالی را تای میکردن تا به ینگ قلعه میرسیدن. دقیقا من اینمی را چندین بار یادآور شدم. ببینین دو بود داره، هر دو بودش اینمی است، یکی به خاطر ازی که تی تی پی را به شمال افغانستان جا بجای کنن تا کشورهای آسیای میانه تحت تهدید باشه، و در بود داخلیشی است که ناخلی به سمت شمال که جا بجای کنن، وقت ما نتانیم که هر کس در مناطق خود با آرامش زندگی کنه، هر کس با بهانه ملت شدن. اگر ما و شما میخواییم ملت شدیم، چرا شما چند تا ازبیک و هزارا و تاجیک نمیبرین در جنوب جا بجای نمیکنیم، در مشرقی جا بجای نمیکنیم؟ چرا ملت شدن تنها در شمال باید شود؟ چرا زمین شمال باید همیشه زمین های حاصل خیز و زمین های زراعتی شمال باید همیشه تقسیم شود و توزیع شود؟ ما کوتاه میخواهم در این مورد یک نکته دیگر اشاره بکنم. امروز یک در مردم در تخار، ما در لایف قبلی هم گفتم شاید دیده باشن، در تخار یک در مردم یک کتلی بسیار کوچک جا بجای شدن، نامش حال یکشم مانده در این لایف ها بطان تخار، آمده برای احمد شای مسعود، برای مارشال سب دوستم، برای دیگه بزرگا فحاشی میکنه و دشنام میته، از منگل قوم منگل ما و شماست، در کدام مناطق جا بجای است شما شاید بفهمید، از قوم منگل ما و شما. منگل یک چند خانه در گذشته در ولایت تخار بودن، بجز مردگوی، تنفروشی و زشترین عملی که هیچ گونه در داخل شهر طالقان معمول نبود، قوم منگل انجام میداد. به هر حال نمیپردازیم به اون مسائل، دلشان کار شخصیشان است، ولی امروز اینمود مردم آمده بر ما و الفاظ مختلف برای بزرگای ما دشنام میتن، برای هویت ما تاخت و تاز میکنن، ما را مهاجر میگن، توهین میکنن، و در طول تاریخ هم اینمی مردم بودن که در مناطق خودشان و سایه سر بودن برای اونمو مردمایی که مناطق ناامن میکن. نمونه بسیار کوچکش اینمی 5% یا 3% که فعلا در ولایت جابجا شده شما میبینید. اگر تا 10 سال آینده 10 میلیون وزیرستانی یا 5 میلیون وزیرستانی جابجا شوه، 5 میلیون وزیرستانی در شمال افغانستان جا به جای شما وضعیت به چی حال میبینید؟ شما وضعیت به چی حال میبینید؟ امروز همین مردم که در یک قریه بودن یک ولسوالی را ناامن میکردن، اگر 5 میلیون جا به جای شوه شما چی میکنید؟ یک دوم، این مسئله اونمو هویتی هم در بر میگیره. جناب فروتن صاحب، ما جایم درست نبود، شما درخواست کردیم که بیا، اگر نه ما میتونستم که بهتر بیاییم، باید درست مفصل در مورد صحبت کنیم. یک با با چیز است، نکته چیز است که اینمی مردم میخواین به این بهانه که مسئله هویتی است، مثلا همیشه که میگم چرا نام افغانستان افغانستان است، میگم ما اکثریت هستیم. خب اکثریت هستیم به اساس کدام نفوس شماری؟ والا به این نامگمی. بعد که میریم میگیم خیبه این حال نفوس شماری کنیم، میگن نه. شما یک نکتر اشاره اگر فکرتان شده باشه، آریان چی؟ اسماعیل یون، ببخشین آریان یون خانمش هست، اسماعیل یون در یک سپیس با دکتر عبداللطیف پدرام گفت ما 10 بار در پارلمان شما را پیشنهاد کردیم که بیاین نفوس شماری کنیم، شما نکردین.
گفت خیر است تشویش نکن 10 سال بعد باز میکنیم. به خاطر چی میگفت؟ به خاطر همین که وقتی 5 میلیون وزیرستانی رو دوجا بیاره، 5 میلیون دیگر هم در شمال بیاره، 5 میلیون دیگر هم در شرق و غرب بیاره، طبعا که وطن افغانستان میشه. ما و شما هم دیگر فرسنگ ها فاصله میگیریم از اقتدار و از حق طلبی و این مسائل. من مایک خود چند لحظه خاموش میکنم، شنونده میباشم. سپاس استاد شوی بزرگوار. رای حل چی است؟ چی باید کرد؟ عرض سلام دارم خدمت قاب تخار عزیز. فکر میکنم راه حل خود در آخر برنامه در جنبندی باید بگویم، اما یک موضوعی که تا هنوز در می لایف امشب ما یادآور هیچ کس نکد از او، موضوع بادغیس است. ما غافل از این که در بادغیس چه میگذره، درست است روی ولایات خود ما که وارد باشه از بدخشان، تخار و مزار شریف میکنیم، اما این را باید بیاد داشته باشیم که بلخی گرامی سلام، از اداره محلی بادغیس یک کسی که نامش نمیخواید فاش شود گزارش را برای ما میفرسته که یعنی واقعا خیلی دردآور است. ببینین دوستای عزیز، این آدم میگه که اداره محلی بادغیس در نظر گرفته که از 8 تا 30 هزار افغان تبار پاکستانی را در ولایت بادغیس در قدم اول جا به جا کنند. منطقه موریچاک که منطقه ترکمن نشین است، مربوط ولسوالی بالا مرغاب سروه شده جایش، یعنی جای سروه شده را برای شما یادآور میشم. منطقه بلانکو که منطقه هزارانشین است، مربوط ولسوالی آب کمری، او هم سروه شده. منطقه دسرخک و لامان منطقه ازبک نشین است که او هم سروه شده. و همچنان منطقه نخجیرستان، خیرخانه، قادیس خردک، لنگر و مرکز قادیس که منطقه تاجک نشین است، اینا هم سروه شدن که باید در اینجا از طرف هیئت مرکز و مقام ولایت محلی و اداره محلی که باید در اینجا ناقلین آورده شدن. ببینید دوستای عزیز، دولت بادغیس 90% مردم غیر افغان است و افغان ها به خاطر از این که در انتخابات های گذشته کاندیدای غیر افغان بیشترین رای از ولایت بادغیس گرفته بودند در حوزه جنوب غرب، اینا فوکسشان بیشتر روی ولایت بادغیس انداختن تا این که بافت ولایتی را در ولایت بادغیس هم برهم بزنن. در ولسوالی جوند بادغیس طالبا زمین های مردم را خطکشی کرده و تا 10 روز تا 10 فرصت دادن که کشت زراعت دارین، هر چیزی که دارین جمع کنین از این ساحه که این منطقه کلن برای مهاجرین داده میشه در ولسوالی جوند. و همچنان دو طرفه رودخانی مرغاب هم اینا که مربوط همی ولسوالی جوان میشه و شامل همی پوشش توزیع، اینا خطکشی کردن و این مناطق نشانی شد کردن که در اینجا در روزهای بسیار نزدیک این نماینده هایشان آمدن در مناطق دیدن، جاها را تثبیت کردن، همه گپ تمام است، فقط انتقال از اونا سر از بعد از این شروع میشه و در ولایت بادغیس اینا جا به جا میشه. سه قریه را که یعنی در دور جهاد مقاومت خیلی یک مشت کوبنده بوده در دهن افغانوالی و پشتونیزم در ولایت بادغیس، قریه جات رباط و کوکلان، دو قریه، این دو قریه را
که کمر اسماعیل خان هم که بستن در حوزه جنوب غرب مردم همی قریه بود که حمایتشان اسماعیل خان اسماعیل خان صاحب این دو قریه را 100% اختار دادن که باید شما این مناطق ترک بگوین، عشق جبری ترک بگوین، اگر ترک نگفتین همه گیتان پوشتن بشن دو قریه را. در منطقه جلایی، پیراجی، لالبای و علایار ارسالی جوان که مناطق حاصل خیز هستن بیشتر، در اینجا هم اینا آمدن که این مناطق مربوط تاجیک هاست، در این مناطق هم چیهای خودا نقشه های خودا پیاده کردن که باید تطبیق شود. و همچنان یک موضوع را باید یادآور شم که حاجی شریف الله یک تن از طالبان تاجیک تبار بادخیسی و مولوی شعیب پسر مولوی دین محمد هم به خاطر از این که ایستادگی کردن در برابر همین برنامه افغانیزم دستگیر شدن و تا هنوز تحت توقیف طالبا هستن، که اینا میخواستن که چون طالب محلی هستن میخواستن که مانع همین روان شون، اما دستگیر شدن. و طالبای مزدوری که از تبار تاجیک بودن مثل فرمانده پردل، فرمانده عمومی ولسوالی قادیس، یا مولوی عبدالحکیم، مولوی یوسف و آخوندزاده که هم اگرشان از تاجیک تبارای چی هستن، بادگیس هستن و مسلح بودن، هم اگرشان خانه‌نشین شدن که امروز هیچ صلاحیت ندارن و هیچ کاری هم کردن هم میتونن. با این شکل از ولسوالی آبکمری هم مثل مولانا نور محمد و پهلوان ایساق خل سلا شدن. با پوزش تا شوی بزرگوار دوستا در کامنت ها نشته دارن ریپورت بزنین ببینین همینجا کس فاشی نمی کنه در مورد تی تی پی یا ظلم و استبداد کرد در شمال در حال تحقق است و تطبیق شدن است. از آدرس طالب خانه و کاشانه مردم در اختیار بیگانه ها قرار می گیرم و میایم حرف می زنیم. بدبختانه یک آدرس ما را ریپورت می زنه و بیننده هایی که طرفدار ما هم کامنت قلبک و مجانی است و مردم حداقل نگذارین همین ریپورت هم اینا باز برنامه ما را خراب بکنن. خدا این مورد سکوت حرام بود اینا برادر. اگر بالا خونم پروتنس سوال دارم، فرق بین عمل کرد امروز و طالبا و صد سال پیش امان الله خان که نظام نامی ناقلین رو نوشت چی است؟ بفرمایید استاد شوای بزرگوار پرسش هیچ اصلا اونمو برنامه است که آخرین مرحله های تطبیقش امروز صورت میگیره. پس نگویم طالب، بهتر است که مستقیم فرانک باشیم، مستقیم بریم سر اصل موضوع مردم راست راست و چپ خود بگیم. آقا ما به خاطر یک دو تا آدم خوبش رویداری کرده رفتیم چیزی نمیگیم ولی راستش بگیم یعنی دمدارا خو مشخص است معلوم است که ما کی را میگیم. در این کامنت ها که ما را دعو میزنن میگن ریپورت کوه خو معلوم است کی است. نه آقای فروتن صاحب، آقای فروتن توهین نکنین، بس بسیار خوب پیش میره، امیدوار هستم مستشیاب دوستا مهربانه. ببینین ما به صبرانه مولوی عبدالحمید، مولوی عبدالحمید از منطقه جلایی، مولوی ناصر از منطقه لالبای و مولوی نظر محمد از منطقه مرکز جوان که سه قریه مربوطشان میشه از کاملا از چی خل سلا شدن، یعنی خل قدرت شدن، خل صلاحیت. و یک تعداد طالبای دیگه هم که از تبار تاجیک و ازاره و ازبک هستن تا هنوز صدای خود دیگه نکشیدن. در این مورد این همی اختاپوت بسیار وحشتناک در ولایت غور هم جریان داره که جزی از فرایض وجدانی ما شماست، چون ما شما مربوط سراسر او جغرافی هستیم، تنها از حوزه شمال هم نه که از حوزه جنوب غرب هم باید تذکر بتیم هر آنچه که در اونجا جریان دارد. چون این روز اینمی رسانه های اجتماعی مثل تیک تاک یکانه دریچه آگاهی دیگی است که گذشته از مسائل های پوچ و فش و
دشنام و توهین و اعانتش که یک بخشی از جریان برنامه های تیک تاک میشه، دیگه اینمی بخش آگاهی دهیش، بخش روشنگریش کلن یک بخش ارزشمندی است که در دنیای مجازی فعلا جریان داره و یک تعداد زیادی از مردم ما و شما از همین دریچه بسیار آگاهی حاصل میکنن. از اون خاطر ما و شما نباید درد مردم غور بادخیز ما را، ایرات ما را که در حوزه جنوب غرب واقع شدن نباید ما فراموش کنیم یا نادیده بگیریم. ما آره سپاس استاد شیوای بزرگوار با شما برمیگردیم. آقای امان بفرمایید رای حل از نظر شما چی است وقتی استاد شیوا جزوار جرم و جنایت و کوچ اجباری در شمال افغانستان که هم اقوام در بر میگیره اشاره میکنه با مدرک، رای حل چی است؟ چی باید کرد؟ آقای فروتن صاحب سلام خدمت آقای بلخی، گرچند دیشب دیگ لایف بوده باید مانی میشه خب مشکل نداره. آنی جای گذشته رو میبونیم در مورد برنامه آقای. بله ایدیتم تبریک باشد آقای بلخی. ما فروتن صاحب خیلی دوست دارم و اصل مشکلات باید حقایق بیان کنم. چه دلی کس خوش میشن چه دلی کس خفه میشن. برادر اینمیم رو چند نفری که شکمای خود کلان کردن، چند نفری که از پول ملت را مردم را چورو کرد چپاول کردن، امروز در کشورهای بیگانه هستن و به خاطر قصرهای خود به خاطر خانه خود در افغانستان هستن سکوت کردن. من میگم لعنت خدا بسرتون. شما همی گپی مرای خوب در گوش همی یادگار باشد، آقای بلخی هم هست، دوستان شیوا هم هست، خودت هم هستی، دوستان ببینه باور به خدا که خائنینی که ملت را تباه کردن و امروز پاکستانی که پاکستان است اگر طالب است هر کسی که هستن اینا که امروز این رقم میدان خالی دیدن هر ظلم و جنایت سری مردم میکنن، یعنی 99% اینجا محکوم اینمی خائنین هستن که از هر قومی باشد. حالا من نام میگرم باز کلگیان رو دو میزنم سعیست؟ پیشتر خود تمامی گپ اشاره کردیم. من میگم ما برادر اینمی سکوت خیانت بار و سکوت مرگ بار و سکوت ننگینی از اینا باور به خدا که اینمی گپ میادگار باشد. آقای امانجان همی یک چیز واضح تر بکنم، ما یک اعلامیه از شورای عالی جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان یک سطر نام از اینا میگیره، میگه ما با طالب حرفی نداریم گپی نداریم تی تی پی را مخالف شستیم. یعنی این قدر این مردم یا مردمی ما را احمق و کودن و بیعقل خطاب کرده که گویا سیاه و سفید تفکیک نمی کنه. و برادر اینا به خاطر قصرهای بجا مانده پولهای بلاک شده در بانکهای افغانستان از بیرون به جایی که بیان از مردم حمایت بکنن در کنار مردم خود قرار بگیرن، طالب میگه ما که در موردش حرفی نداریم. خب مگر تا دیروز نمیگفتین برای مردم که طالب تروریست است با بشکه زرد خدا میکفانه؟ اگر طالب تروریست و جنایتکار و حرامزاده نبود تی تی پی را چرا میآورد سر مردمی ما؟ آنه. آقای فروتن صاحب فاجعه متاسفانه بزرگ هستن، ایره که ما و مردم ما و شما بودم بندهای خدا خبر ندارن اطلاعات ندارن. اصل قضیه ای است وطن دارم، اینمی کسایی که گفتم ملت را تباه کرد وطن را تباه کرد امروز فرار کردن و این به خاطر منافع شخصی خود به خاطر خانه خود به خاطر قصرهای خود امروز سکوت کردن. بلکه سکوت چه میکنه که لابیگری کرده روان هستن که طالب ها را به رسمیت بشناسن. یعنی می طالب را باید به رسمیت بشناسن و ما را هم جای بتن که برگردیم سر قصرهای خود. اگر لنگی پوش از ایناست، اگر ماشال از ایناست، اگر چپن پوش از ایناست، اگر هر کدام از ایناست، نکتای پوش از ایناستن، اینا فقط به خاطر اونم قصر و چور و چپاولی که از آدرس مردم افغانستان از پول بیت المال چور کردن چپاول کردن ملت که امروز یک لومنان خشک ندارن، اینمی ها خیانتکار هستن، اینمی ها خائن هستن. امروز هر ظلم جنایتی که بالای مای تاجیک، مای ازبک، مای پشتون، مای هزاره، مای هر قومی که در افغانستان هستن، هر ظلم جنایتی که میشن مسئولشان اینمی ماشال خیلی و اینمی رهبر خیلی و لنگی سر و چپن پوش هستن. محقیق از خلیلی هست، هر بد و بلایی که هستن، هر بد و بلایی که هستن. امروز اینجا ما و شما خوب اگر دقیق بکنیم آقای فروتن، خدا بسر شاید است همی گپ من نشانی باشد، این آقای سلطانی صاحب هم است بیگاه سبا اگر همیا
اگر انیمال تلاش هم دارن، کوشش هم دارن پشتی پرده با دیگر کشورها، با همی اروپا، با خیلی کشورهای دیگر لابیگری کرده روان هستن که طالبان را به رسمیت بشناسن. این گپ ما یادتان باشد، اگر ملت سکوت بکنند در برابر خیانت از جنا، در برابر معامله گری از جنا، باور به خدا که فردا طالب به رسمیت شناخته میشه. انیمی گپ ما است دیگر، ببخشید. سپاس آقای احمدی بلخی، بفرمایید بزرگوار. سلام و شب بخیر خدمت شما جناب فروتن گرامی، جناب شیوای عزیز، همان جان عزیز و سلطانی صاحب گرامی و تمام دوستایی که در برنامه هستن، امید که جور صحتمند باشن و ایده همچنان براتون تبریک میگم. جناب شیوای گرامی در باره قشتیپه موضوعات خود ایراها کردن و همچنان همان جان از با شما یک موضوع را دوستای محترم کانال قشتیپه ما شما مساحتشان یک بار میخوایم که ارزیابی کنیم چقدر مساحت داره. در حدود 285 کیلومتر مساحت داره که از آستان بلخ میره تا فاریاب، تا اندخوی فاریاب که در حدود 550,000 هکتار زمین آبیاری میکنه. 550,000 هکتار زمین اگر شما برن در جرب بزنید بسیار زیاد میشه. موضوع از اینست که پیش از 1.5 میلیون مهاجر پاکستانی یا نمو تی تی پی یا نمو انتحاری یا نمو کسایی هستن که میاین، یک نوع جفای بزرگ در حق مردم تاجیک، ازبک، هزارا و در مردم نمی جغرافی که به نام افغانستان میگن مینامین، یک جفای بزرگی است. این خوب متوجه باشین و بسیار جای بسیار برای ما جای همچنان درد آور است که یک تعداد از با سیاسون پشتون تبار ما را میبینیم، مثل آقای احمد علی جلالی وزیر داخلی پیشین، امروز یک نوارش از ایشان ما سهل کردیم. این تی تی پی را نمو مهاجرین ها بسیار میگه یا کار خراب میکنن نباید، مگر خاموشی خود اختیار خاموشی میگیرن که تا اونمی برنامه قشتیپه عملی شوه و مردم هایی که از اون طرف سرعت است بیاین در این جا به جا شوند. ما شما یک 20 ساله 20 سال با طفل یک ساله از یا 20 ساله میشه، طفل 20 ساله از یا 40 ساله میشه دارای چند طفل، شما ببینه که نفوذ از چقدر میشه. 1 میلیون از این 6-7 میلیون میرسه، والله که صدای آب، یعنی آب نوشیدن هم برای شما بونه. موضوع عمومی را که من براتون یادآوری میکنم، جناب امان عزیز یاد کرد از سیاسون، درست است. تمام سیاسونی که در افغانستان است، چه هزاره است، چه ازبک است، چه تاجک است، چه خودمون پشت زبانه که یک تعدادش هستن، یعنی کلشان مشکل از اینی ها. ما مردم جامعه بلخ و تاجک و ازبک هزاره یا چرا خوب برده هستن؟ یا چرا در مقابل این صدا بلند نمیکنن؟ یا چرا منسجم نمیشن؟ چرا انسجام نمیگیرن؟ درست است، قصر از مارشال مانده، از امپراتور، از تمامش مانده، از وکیل و وزیر تمامش مانده. آیا کشور مربوط از وام میشه یا مربوط من و تو میشه؟ یا کشور مربوط از وام میشه یا مربوط تمام جامعه مردم افغانستان میشه، خصوصا مردم تاجیک و ازبک هزاره؟ ما همیشه انتقاد خود بالای سیاسون ماندیم. درست است، سیاسون اشتباه خود کرد، سیاسیون اشتباهی خود کرد، ولی ما شما من از یک نسل جواب آ برادر، هنوز هم سیاسیون از بیرون پیام میتن زیر نام شورای عالی مقامت، میگم ما با طالب حرفی نداریم، ولی تتپر مخالف هستیم. یعنی چی جناب فروتن گرامی؟ ما پیام یک این مشکل است آقای بلخی، سب یک کلمه با اجازه بده من بگم، خود بگم من مشکل شما را بشنوم. مشکل دیگه بدبختانه متاسفانه اینجا هستند که مردم طرف اصلی مشکلات یا اصلی قضیه که هستن نمیبینن، یعنی کار نمیکنن، زحمت نمی. فقط اینجا اون دیشب خود دیدی در برنامه شام رفته بودی، خوار، مادر، مذهب، قوم، سم، رهبر، خو این رقم وضعیت جریان داشته باشد، خو ما خود دیگه این رقم که وضعیت جریان داشت، خو ما خود دیگه کار کار میکنه. برنامه جناب فروتن گرامی و برنامه نیست، من میام سر این برنامه نمی. چرا سیاسون جناب فروتن عزیز، سیاسون پخش کردن یک ورق را، یک مکتوب را پخش کردن، دیدم که یک سطر ناماش هم بود آل جناب و فلان و فلان و فلان. درست است، من قبول دارم اشتباهات سیاسون است، آیا ما من عیس یک شرونده اون متاجب تبار اون سرزمین چی باید کرد در مقابل از یا؟ درست است، ما از سیاسون امایت نمی کنیم، کار ما شما چی است در برنامه؟ یک تنها منه، تنها مردم تاجک، تنها تاجک هم نه، ازبک هزاره. امروز ما جوانان ازبک هم میبینم، جوانان هزاره هم میبینم، جوانان خود تاجک هم یا از خود انسجام ندارن. شو یک تعداد از دوستایی که دیشب و آقای امان عزیز یادآوری کرد، امان عزیز هیچ وقت صدا از یک دست نمیبره، در هر عمل کار میگه، در هر کار عمل کردی داره، کاری که در مقابل ما کردن عمل کردش دیدن، ما هیچ کدامش قبول ندارم، به خاطر که توهین بر هر قوم، توهین به دیدگاه اسلامی. آقای بلخی صاحب کی توهین کرده؟ گردن بسته کی توهین کرده؟ دمی چند وقت میبینه که
بیاین نمیره به سمت چی نمیره آقای ما سپاس سلطانی سر بفرمایید. تشکر آقای بلخی. اگه این دفعه خواهشان اجازه بده که من چند دقیقه صحبت کنم، یک چند سوال هم دارم به امان عزیز که به هر حال کامنت ها رو میبینیم، انتقاد هم هست، پیشنهاد هم هست. در کل دوستای عزیز مایت طالب اینمی است که طالب بالاخره تصفیه قومی میکنه، تصفیه زبانی میکنه، تصفیه هویتی میکنه و طالب هم یک دفعه در کرسی نامده. شما شاید یون و طاقت دیدین. یک گروهی بسیار کلان در بیرون بود، مزار شریف سقوط کرده بود. آقای اشرف غنی هم مزن بالاخره در تلویزیون ها در بی بی سی مصاحبه کرد، هم مقالم نوشته میکرد به پیروزی اینمی طالبا. اونم آدم ما رئیس جمهور شد. اونم آدم به صراحتن در تالار لوجلگه در سال 2004 احمد ولی مسئول واضح آمده گفته دید گه خدانی اینمی واضح است که تو از خاک میکشه و بیادر. تو 40 سال قبل هویت تصویب شده نبود. تو وزیر نمیشدی، تو رئیس نمیشدی، تو بالاخره یا آشپز بدی یا خورزابود بدی یا متروان بدی. بالاخره حالی آمدی هویت خودت تصویب کردی، در برابر روس مبارزه کردی، ازبک بودی، تاجیک بودی، پشتونی واقعی بودی، استاد شدی، حق خود خواستی. اینمی بر یک بخش سیاسیونی برادران پشتون قابل قبول نیست. نمیخوای تو او بیدر واضح برد میگه اینمی سیستم ماست. دنیا میبینه، مردم هم میبینه، گب دگه جاست. وقتی که ما میگیم سیاسیون آقا مشکلات خودت داشت، سیاسونی که وقتی مشکل خدا داشت یا گریخت یا خدا نجات داد فلان کرد به همه تبازل بدی ها و خوبی هایش، چرا مردم ها در گیره خود گرفتن؟ چرا واضح اعلان نمیکنه که آقا ما از وزارت و سفارت و فلان در 20 سال از آدرس شما استفاده کردیم، حالی از کلکتان معذرت میخواییم، نسل جوان خودتان تصمیم بگیرین در برابر طالب چی کار سیاسی میکنین، چی کار نظامی میکنین، چی کشورهایی که در میوار افغانستان هست اینا را قانی میسازین، شما استاد شوین. قطع لجار خون آمده از برادران اداره ما نسل جوان کم است، از پشتونایی که در برابر طالب است کم است، از ازبکا بالاخره از جایی که مارشال صاحب که کل احترامش داریم مگه کم است نسل جوان؟ و بیا در اینمی را واضح برد میگم نمیخواییتا تصویه قومی بالاخره هست. زبانت دانشگاه را سر چی کرد؟ لوایت تا کرد، کوچ اجواری کرد، از یک قوم 20,000 نفر در زندان هست، پس برای تو چی تو واضح بگه؟ حال چاره چی است؟ چاره ای است که طالب هم یک بخش را بسیج کرده در دنیای مجازی، در تویتر و در رسانه میاد بین برادران ازبک و ازاره و فلان پشتون نفاق مندازه. کامره تا باز که بزرگوار کامره نتی پایینت مندازم. وقتی که اختلافات ایجاد میکنه برادر بزرگوار نفذی را طالب میبره. بهتر از است که ما شما تنها رایی که داریم بیایم متحد شویم، بیایم برای دو زدن و برای دشنام زدن و با سازمداری و به همه شما مسئول برای ما یکسان است. ایره به خاطر امان ازاره نمیگم، ایره به خاطر ازاره برادر تاج از ازبک میگم ازاریم که کتم در تماس و در ارتباط از میشناسم، نه یک ارزش است. وقتی که ما به ارزش ما یک کسی به احترام میکنه و ما ارزش متقابلم باید درک کنم. استاد مزاری بخوای نخوای یک گلگو است، یک اصول است برای برادران ازاری ما، ایره باید بپذیریم. وقتی که ما با خون استاد ربانی باور داریم، با خون استاد مزداری هم باز باور داشته باشیم. حق بر هواداران نشبه تیم. ما میگیم که بس کنن. از این کار دست بکشن، برای دو زدن و برای دشنام زدن و برای این کارا فقط سودش عیبت الله و بوشکی زرد میبره به قول آقای فروتن. ما بیاییم وطن با او حالت، سرزمین با او حالت، با خدا قسم اگه گیلم ما را جمع کنه با سر بانه، امیال تو را نمیمانه. حالی بنا به فشار بعضی کشورها بی بی سلطانی سب یک چیزی بسا مهمه یاد کردی، یک لحظه که بیجا اشاره کنم تو احساساتی نشو. سلطانی سب بزرگوار در داخل افغانستان ما دو مذهب داریم، یک مذهب تسنن است حنفی، یک مذهب تشیع. طالب ها به خاطر بی‌عزت ساختن اهل تشیع ما، همی قسمی که مذهب ها مختلف است، روزای عید هم مختلف است. بله. روز عید قربان که تعلق به اهل تسنن میگیره بالای تشیع به زور عید میکنن و او هم به زور چپلاک، حتی در تکایا میرن فرمانی رو صادر میکنن که مردم بیای اگر جمع نشد وای به حالشان. حتی ما یک مصاحبه یک هموطن دیدم میگه وای کوشی هستی کجا نماز میخوانی؟ او بیچاره میگه ما دکاندار هستم، 6-5-6 نفر کار میکنیم، یک بخش دوکانش نشون میده، میگه ما جماعت در اینجا میکنیم. شاید برادرها همین ویدیو رو در تیک تاک ها دیده باشن. باز هنوز یک اهانت آمیز تحقیر کننده و او هم استبدادی که همه میفهمم. من نمیفهمم چرا یک تعداد بیدار نمیشن. اجازه بده
اجازه بدی وقتی که اینمی گپ هست ما پیام ما است که بنا به ما واضح صحبت میکنیم شب بنا به فشار جمهوری اسلامی ایران بنا یک بخش طالبا که به ایران در ارتباط بود شورای مشهد یک سر گپا پیش از او برنامه ریزی شد در قسمت اهل تشیع در قسمت یک تعداد سیاسیونی بالاخره برادران هزاره ما حتی یک بخش علمایشان صحبت شد که سر از این اقوام بالاخره هیچ آسیبی طالبان نمیرساند در صورتی که طالب با تمام تعهدات خود پایبند نیست چی در برابر ایران چی در برابر امریکا چون اونا گپای دیگه ای دارن ما میگیم که از برادران چسپم هزاره ما امروز و فردا با وادانات خدا قسم میخوریم که این گپا تغییر میکنن اونمو ایرانی که تو را تشویق میکنه که در برابر طالب تو صدای خدا بلند نکو فعلا شرایط نداری یا طالب میگه که از این مردم کار نداشته باش اونمو تعهدات خدا بارا شکسته بازم میشکنه به خاطر چی میشکنه به خاطر که منافع کشور در خطر است با حضور طالب یکی یک وقتی که بالاخره بسیار کوتاه مدت این آمدن از طالب حمایت کردن دلایل خود داشتن ما میگیم که امروز چرا ما متحد نمیشیم در دنیای مجازی جنگ بین ما و تو اوجا طالب حکومت میکنه در دنیای مجازی ما و تو دو دشنام میخوریم امان هزاره در بالا ششته احمد شاه مسعود دو میخوره این برای ما بسیار سخت است روزای سلطانی در یک لایف بشینه استاد مزاری با دو دشنام بخوره این برای ما قابل قبول نیست بیایم صف خودم مشخص کنیم در برابر دشمن استاد شویم اگر یک نفر دو نفری اگر کار اشتباه را میکنه کل از او را به مقاومت و به تاجیک و به هزاره رفت ندیم بیایم دنبال راه حل باشه ما مشکل با برادران پشتون نداریم مشکل با فاشیستاش داریم که غیر از خود کسی دیگر را نمیخواه ما میگیم بیرق تماندیم سرود تماندیم دفاع میکنیم افغانستان اراضی کلش را میخواهیم هنوزم تو آمدی چند نفر را پیدا کردی با قوم سادات و ازبک و هزاره و فلان و تاجیک آمدیم سپاس سلطانی سر بزرگوار همین یک تعداد قبرداشتان ضعیف است میگه فروتن کنایه میگه شما برین در ویدیوهایی که تازه پخش شده مردم تشیع ما در افغانستان اعتراض کردند که به عقیده شان ایانت صورت گرفت خصوصا در دانشگاه فلان اعلان نکردن در ماه مبارک رمضان برادران علی تشیع یک روز بعد از ماهید میکنه در بازار صفشان نماز نخوندن و هزار کار را طالب کده رای از خود آقای سلطانی سر اجازه میتیم بعد دوبت استاشیوه هست بسیار ببخشن اصلا دوبت استاشیوه هست خب بگذاریم بسیار ببخشن با مزرد ما اینجا یک گپ آقای فروتن هم گفتن و آقای سلطانی صاحب هم گفتن آقای سلطانی صاحب و دوستای عزیز ببینن با آدرس دقیق حتی نام از اینا رو میگیرم و حتی اگر نامم نگیرم منطقه معرفی میکنم در شما امروز طالب ها اگر یک ایده ایشان ربطی به ایران دارن اونا هزاره نیستن اینمی نشانه رو برای شما میگم دانه ایر با اسناد باسته بود امروز در خانه جنرال مراد که کسی است به نام یک سید سنگلاخت است که قبلا اهل تشیع بود به خاطر از اینکه در امارات جای گرفته مذهب خود تغییر داده اهل تسنن شده مسئله مذهب نیست ولی او قبلا چون سعید بود اولاد پیامبر بود به خاطر از اینکه در طالبا او را چوکیات بلند بیته در استخباراتش در یک مقام بلند باشد خانه جنرال مراد علی مراد هم که فعلا در دست از امروز در مو خانه زندگی هم میکنه این آدم به خاطر قدرت به خاطر منفع شخصی از مذهب خود تیر شده تمام اولسوالی ها که هستند ایسی اول ایسی دو یک چند منطقه دیگه که هستند سایت هایی که از آدرس ایران هستند در تحریک طالب هاست نه هزاره ها هزاره مثل آقای جعفری دکتر جعفر مهدوی یا بعضی دوستای دیگه که هستند در اونجا خب اینا شرایطی از اونا با ای ده کسایی که وظیفه رسمی دارن همین سید بلخابی که رئیس شورای منازعات همی بین کوچی و مناطق هزارنشین هستن همیم خود سعید است و خیلی از اونا پوستای بزرگ دارن اولسوال هستن قماندان امنیه هستن و معاون استخبارات از اینا هستن در وزارتخانهایشان هستن اینا رب میگرن بر ایران ولی مردم هزاره پیشتر شما گفتن سکوت کردن سکوت میکنن مردم هزاره هیچ وقت سکوت نکرد آقای سلطانی سه و سکوت نمیکنه ایرا دوستان میفهمن یعنی امروز تمام روز و تمام شب و روز روشن فکرها چیز فهمای مردم هزاره اونو خودتان میبینن که چی کار کردن روان هستن مردم هزاره هیچ وقت سازگار
با طالب نبوده، با طالب نیستن. آقای سلطانی صاحب، آقای امونی از دوله یک کلام، آقای سلطانی صاحب لطفا سلطانی صاحب استاد شیوا نوبت شد، نوبت مراد شد. استاد شیوا بفرمایید. دوستان عزیز، بیشتر در رابطه با رای حل گفتم استاد شیوا بزرگوار، رای حل چی است؟ من فروتن به این باور رسیدیم اگر مردم ما عمل بالمثل در برابر کسایی که غجده میزنن و در حال تصاحب و غصب جایدادهای مردم هستن، همین یک باور که گویا اسلام از خون انسان بیگناه جرم است. من میگم اگر اینا این کتله را نترسانن به معنای واقعی به فرقشان شلیک نکنه، این مردم اینمی با گذشت هر روز چند برابر میشه. اگر در یک ولایت یک شب 50 تا کوچی سلاخی شوه، من مطمئن هستم دیگه هیچ تروریست و هیچ جنایتکار و هیچ جتی از پاکستان جرأت از این را نخواد کرد که در شمال افغانستان بره. دوستان عزیز، یک دفعه بیاد داشته باشیم، بعد از آمدن انقلاب در سرزمین ما، مردم ما کلن از لحاظ اوش و از لحاظ اندیشه بیدار شدن، در یک آگاهی کامل رسیدن به حدی که اگر یک تاجیک مثال کاسب بود، دکاندار بود، او رفت یک فرمانده شد. اگر یک بچه هزاره در مثال جوالی بود، رفت معاون در مثال ریاست جمهوری شد. اگر یک بچه ازبک نانوای بود یا پیاده یک کافی و رستوران بود، رفت معاون اول رئیس جمهور شد و مثال وظیفه بالایی گرفت. به این معنی که انقلاب ذهن و اندیشه همگی را روشن ساخت و امروز دیگه اصلا ما مردم دیروز نیستیم. شما این را باید داشته باشید که ما میفهمیم که امروز در کشور ما انتقال بیگانه ها جریان دارند، طالبا یک گروه متعجب تا دندان مسلح شدن. اینا فکر میکنند که دیگه با اصلا راندن سیاسیون از درون کشور یا بیرون کردن از اینا، مقیم ساختن از اینا در کشورهای بیگانه تمام میشه. به این معنی که همگیشان سنشان بلند رفته، در اونجا فوق میشن، نابود میشن، دیگه چیزی باقی نمیمونه. نه، اگر احمد شاه مسعود رفته، احمد مسعود باقی است، ظهور کرده. اگر مارشال دوستم بره، فرداش یار محمد دوستم است که در میدان می درآید. اگر به این شکل استاد عطا محمد نور وقتی که میره، در جایش خالد نوری است که بیاید سیاست کنه. در مجموع اینمی نسل، اینمی نسلی که مبارزه کردن، مبارز بودن، اینا خاموش نمیمانند. اینا فردا باز هم با اونمو کشورهایی که در دور جهاد مردم ما را سپورت کردن در برابر تجاوز روسا، در دور مقاومت سپورت کردن در برابر تجاوز پاکستانیا و وهابیون، امروز فردا هم اونمو کشورها در برابر اینمی هجمون قومی طالبانی پس دوباره مردم حمایت میکنه و اینمی بچه ها در رأس جبهه و مردم قرار میگیره، باز هم یک بار دیگه رژیم افغانیزم و افغانوالی را سرنگون میکنن. سرنگون کردن حکومت افغانوالی از دور امیر شهید تا هنوز کلن جزی از افتخارات مردم ما بوده. یعنی که ما کلن این وعده را میدیم که اگر شما هر قدر که بگوید که گویا جنگ تمام شده، دیگه اصلا نیاز نیست، ما در این گپا فریب نمیخوریم. اگر ما تفنگ خود در زمین میمانیم، در حقیقت ما روی خونبهای شهدای ما، رهبرای ما پای میمانیم و نفرین بر ما. یعنی که تا آمدن یک حکومتی که دارای قاعده های وسیع باشه،
که حقوق همگی مردم ساکن او سرزمین در او حکومت بتانند یکسان اعاده شود و اونمو حکومت نماد باشد از شهروند، از حقوق مساویانه تمام شهروندهای او سرزمین، الا آمدن اونمو در یک حکومت. مبارزه ما نسل به نسل ادامه خواهد یافت. این است که امروز چهار تا رهبر سیاسی ما سنشان بالا بره فوت کنن تمام شود دیگه، اصلا از زیر پوست افغانیزم ای کیک بیرون شوه. نه، ما به عنوان موریانه اصلا نابود کننده تخت افغانیزم تا زنده هستیم مبارزه میکنیم، نسل به نسل ما. به خدا شخصا خودم توصیم برای اولادم نیست که اگر ما وقتی نمی باشم رای مرا ادامه نمیتی، قطعا ما خون ما برد نمی باشم اصلا و شیر مادرت برد حرام. ما و رای حل وقتی که بحث رای حل هم خودت دمیان میاری، رای حل با اینمی هیولای وحشتناک کشورخوار افغانیزم جز مبارزه مسلحانه، قطعا اینا مردم نیستن که اهل افهام و تفهیم باشن، مردم باشن که با سخن اصلا بتانن که قناعت کنن یا قناعت بدن. اینا جز زبان جهالت، جنگ، زور، وحشت، بربریت، چور، چپاول چیز دیگه را نمی فهمن. یک قوم وحشی بربریه که اصلا وقتی که ما و تو خود شهروند اونا هم با اونا هم شهری بگوییم، والا بلا سمت الله که خجالت می، شخصا خودم خجالت میکشم که بگویم افغان ها هم وطن ماست. یعنی که تا اینی هم یک مردم ذلیل هستن. با این مردم جز رای مبارزه مسلحانه دیگه هیچ گزینه و اصلا بدیل وجود نداره. سپاس تا شوای بزرگوار. دوستا رفته رفته و پایین این برنامه قسمت آخر برنامه میاییم، میخواییم برنامه را جمع بندیم و توبات های دوستا جمع بندی شود و بعد برنامه را اختتام میکنیم. آقای امان بزرگوار، رای حل چی است؟ چی باید کرد؟ رای حل آقای فروتن صاحب در قدم اول خصوصا در امی رسانه ها در لایف ها اینجا دور از توهین، دور از تحقیر، دور از تخت تاز بالای همدیگر یا بالای دیگر اقوام افغانستان باید بحثی اساسی شود. باید آدم ما و شما خدا را شکر همی قدر جرات شد که داریم میاییم با تصویر انتقاد میکنیم یا رای حل پیشنهاد یا هر گپی که هست. خب نظرهای شخصی خودی ما و شما هستیم. امیدوار هستم کلگی به یک فکر، تمام وطندارا به یک فکر منسجم برسد که این وطن صاحب از این وطن ما هستیم، هیچ کس در این وطن ماجر نیست، هیچ کس از این وطن نمیتونه خارج کنین. بنابراین باید هم پذیری و هم دیگر پذیری در بین ملت بیاید. توهین و تحقیر به هیچ کسی نشوه، به هیچ قومی، به هیچ بزرگ قومی، به هیچ کسی. چرا؟ ما یک گپ واضح به صراحت هاین در زمان فیسبوک میگفتم به بچه تاجیک، به بچه هزاره، این واضح به صراحت میگفتم ببینین بزرگای ما و شما تلاش کردن، کوشش کردن که دیگر تاجیک سقوی نکند، کامرا باز نکنی پایینت مندازم، دیگر تاجیک سقوی نکند و دیگر هزارات جوالگیری نکند. بناهن خدمت ها و زحمت های بزرگای خودم و شما متوجه باشیم، تلاش کنیم و کوشش کنیم که اصل نقطه را باید ما و شما پیدا کنیم. از یکی ما و شما بیایم دو بزنیم، توهین کنیم با قوم محترم پشتون، با قوم محترم هزاره، با قوم محترم تاجیک، با قوم محترم ازبک، اینجا جای نمیرسیم. رای حل برای شرایط فعلی، باز تکرار میکنم، اگر مردم کلگی یک دست جمع نشه و دست جمعی یخن همی کسایی که از آدرس ما و شما میشنن با سازمان ملل یا مثلا با سفارت ها یا با این طرف و طرف گپ میزنن صحبت میکنن، یخن از اینا رو نگیرم که شما به خاطر اولی خود، به خاطر آنمو کاخ بلند خود، شما در تلاش هستین که معامله کنین با تحریک طالبا، بار دیگه کور خور نباشین که مردم شما را قبول کنن. بنابراین شما امروز همی که خون ملت را
و نادیده گرفتین، بازم به طرف معامله هستین، متاسفانه ای وحشتناکتر هستن. من دوستای عزیز آقای سلطانی صاحب، شاید خیلی دوستای دیگه بس داشته باشد، چی سوال داشته باشد، در کل خودم شخصا واضح به صراحت میگم تمام اقوام افغانستان برادر ماست، تمام اقوام افغانستان، جز فاش، جز لندغر، جز بیبندبار، جز منافقه، هر کسی که انمیزی خط دور باشد ما نوکرش هم هستیم، خاک پای کلگی هستیم. امان دیروز نیست به چی دلیل که ما 4 ماه مکملی که در ایران بودیم، کشور نزدیک به افغانستان هستن، تمام بدبختی رو خدا شاهد است اونجا آدم میتونه لمس کنه. یک وطندار ما و تو، یک قوم خیش ما و تو، بندای خدا نه پولی پیش دارن، نه نان خوردن دارن، نه اسناد و مدارک دارن، رست بیگار از یک طرف، از طرف تحریک طالبان زیر تهدید، جاسوسایی که از بین خود ما و شما متاسفانه اینا را گرفتن، از یک طرف دیگه که در ایران بیان اینا اسناد مدارک چیزی که ندارن و جای ندارن، خانه ندارن، یعنی واقعا یک فاجعه هستن بالای ملت. و همون رقم وطندارای پشتون، شمایی که میاین، ما امیر در برنامه خودم گفتم، شمایی که میاین پشت براعت میتین به طالب، گویا خوش هستین که طالب ها قدرت پشتونی را حفظ کرده، ای اشتباه است. امروز خودی پشتون ها باور به خدا کو که اینا، قسم میخورم به شما، در پشت دروازه، دروازه ترخم، هم از این طرف دنده و لغت پلیس پاکستان میخوره، هم از دو طرف که میاین داخل افغانستان میشه دنده و لغت پلیس پاکستان میخوره. که چی؟ امروز کسی که از پاکستان میاین در خانه خود در افغانستان، 30,000 کلدار باید بیته که از مرز تیر شوه، در غیر از صورت تو باید داخل افغانستان میشی، قچاق باید تیر شوی. یعنی فاجعه هستن. یک ویزه پاکستانی که ما و شما آن مجبوری نباشد همونجا کس نمیره، $2,000 $1,500 شدن. دیگه وزیر دفاعشان که ملا یعقوب هستن، میای بر رسانه ها استاد میشه که هنوزم آسمان افغانستان اشغال است. از کجای همی کنترل میشه آسمان افغانستان؟ ما در باره از او کشور گفته نمیتونم که من از وزارت دفاع پس میکنم. یعنی من خود اجا سند هست و یک فاجعه هستن. بنابراین مردم افغانستان، ملت افغانستان، کلگی دست با دست هم دیگر داده، تلاش و کوشش بکنیم راه حل حساسی رو باید مردم پیدا کنه. یعنی می ده و توهین همی گپا دور شوه، بعد از اون من میتونم، من و آقای فروتن بسیار به خونسردی چای خود بانیم، امون رقم آقای شیوا صاحب، آقای سلطانی صاحب بزرگوار و آقای احمد بلخی، چای در پالوی خود بانیم که برادرم دشمن ما تو کی هست؟ آقای امون بزرگوار، یک چیز را من فروتن، یک سوی تفاهمات که در گذشته پیش آمده بود، او مسئله علیده است. بعد از او هیچگاه در برنامه چی کس بیاید برای مارشال دوستان، چی افراد مارشال دوستان باشه نباشه، چی برای بابا مزاری، من اجازه نمیتونم. من دقیقی تضمین را برای مردم دادم میتونم. این مردم ما می نیمی خواهش داره وقتی ما در لایف من و تو یک آدم بیاید به بزرگی ما به جای بشک زرد و طالب والی و این جرم و جنایت و نقل مکان تی تی پی در شمال افغانستان، با جایی که روی از این حرف بزنه بیایه بگه که احمد شاه مسعود این کاره بود، بابا مزاری این کاره بود، مارشال دوستم این کاره بود، این نمی جرم از کسایی که در همین مقطع نیستن. یا آقای مارشال دوستم اگر در قید حیات است، فعلا داخل افغانستان نیست، دوستان میتونن بیان مثلا در موردش کدام پیامی دارن به انسانای زنده که در قید حیات هستن. بقیه کسایی که امروز جایگاه ندارن، فوت کردن، به جایی که بیان سر حال و همین لحظه صحبت کنن، میرن در 30 سال و 40 سال و 35 سال بعد گذشته، واقعیت خویمی جفای بزرگی است. اگر ما میخواییم کاری انجام بدیم، اول باید اینمی اشخاص را اجازه ندیم که از دریچه‌های ما بیاین نفرت پراگنی را دامن بزنن، بچه تاجک و هزاره و ازبک را درگیر بکنن. همین کاری درست نیست از نظر دقیقا ما. آقای فروتنس یک گپی آخر مست، یک دوستان را میبینه، امان ماش، امان ماش گفته روان هستن. باش که من تو را کار دارم امان. باشه چشم، در حضور داشته کلگ شما میگم، نه من مقاومتی هستم، نه لابی تحریک طالبان هستم، من ملت هستم، حق دارم گپ خود بزنم. یک آدمی که در این سرزمین زندگی کردیم، ریشه و ریشه که ما ریشه و ریشه قدامت تاریخی در این سرزمین داریم، پدر ما به دنیا آمده، بابه ما، اجداد ما، کل ما، حق مسلم است که من گپ بزنم. نه من طرف مقاومت هستم، نه طرف طالبای شما که شما فکر میکنین که امان اگر میگه پشتون برادر ما هست، گویا که تو موافقت با طالب ها داری. نه خیر برادر،
امروز ملت ما و شما کسانی که اگر طرف تحریک طالب هستین، اگر طرف مقاومت هستین، یعنی دیگه ملتی که نه این طرف است نه این طرف است، اینا هم حق دارن گپ خدا بزنن صحبت بکنن. آقای امون در بین شب و روز آدم یک شب باید انتخاب کنه، یا شب آقای یا روز باید یک کسی باید انتخاب شوه. مسئله نوبت از آقای بلخی است، نمی یک تلفی صورت نباید بگیره. تشکر هم جانم فروتن عزیز سلطانی سب همیشه هم تحکمه که زیاد عجله داره، نمیفهم عادت خوب هم از بر صورت. جناب امان عزیز، ما دیدگاه ها را با موضوعات حرف های شما را شنیدم، یک مسئله را به شما بسیار با آسانی بیان میکنم. ما شما به خاطر شناختن سیانه، مگر ما بگویم که طالبی که از تاجک است مثل امید خراسانی و امثال یا فاسودین و امثال از یا متوجه هستن که تاجک ماست، باید یا مردم ماست یا از افغانستان نیست یا تاجکستانی هستن یا ایرانی هستن، یا طالبایی که مردم های قزقام افغان یا مثلا افغان یا افغان ما هستند، که یاره بگویم که یا پاکستانی هستند، یا از دارگی های ما را بگویم که یا ایرانی هستند و امثال یا ازبک های ما را از پاکستانی نخیر، از انمی بطن جامعه افغانستان هستند، اونم خیانتکار های هستند که به مردم افغانستان، به ملت افغانستان، به تمام اقوام میان خیانت میکنند. واره اج وقت نمیتونه که مثلا ما بگیم ملا برادر یک پاکستانی بگیم از افغانستان است، از اون کشور به نام جغرافی افغانستان است، مگر دیدگاه تروریستی و فاشیستی داره. اینا خوب با اینا متوجه باشن، برای ما فرق نمیکنه که این امید خراسانی است یا ملا برادر تو امثال خائن خائن است، طالب است. در مقابل طالب بسیار به صراحت میگم، در مقابل طالب باید استادگی کرد، از اینه که والا وطن یه هم وطن ماست دیگه، باید ما ایرا از خود ما بگیم. با برادر، یک آدمی که در 20 سال با بشکه زرد با واسکت انتیاری مردم ما را در ماتمشان در انتخابات ها رفت، انگشتای هموطنای ما را قطع کرد، اگر ما فراموش میکنیم به خرد و منطق ما باید مردم شک داشته باشه. در فروتنس آقای فروتنس آقای باقیس با مزد امی خود فروتنس شاهد است، اگر از یاد دیگر دوستا رفته باشد، آقای فروتنس در برنامه خودت بود، اولین نفری که آمد در باره پرچم سرنگ چی گفت و کی امی گفت؟ آقای امی امان اومد تو پیدر امی برای پشتون امان گفت در ماسک خود بیرق نظام جمهوریت را انتخاب کردن، پشت پرده گفت بدر ما کتمینا که گپ میزنم کل از اینا طالب است. او مردم بیدار شوین، تو واسه آمد در لایف گفت خانش آباد. من مطمئن هستم کسایی که تا دیروز از اشرف غنی حمایت میکردن حال همگیش اینمی خبیث بچه ملا عمر برشان قهرمانشان است. اینمی ملا عیبتی جانور که دو بانوس چهرهش اینا توان ازیره نداشتن که ببینن، اینمی امیر المومنینشان است. بنان اگر بعضی از دوستای ما در ظاهر یک طرفندی بازی میکنن که بالاخره حقیقت را برملا میکنن، کاری بدی نیست، فکر کنم کار خوبی است. یک موضوع دیگر جناب فروتن عزیز یادآوری میکنم، خصوصا خطاب به مردم افغان، اونم برادرای افغان ما خطاب میکنم، جوانانش که میاین توهین میکنن. برادر عزیز یا هموطن عزیز، اگر توهین به ملت تاجک، به بزرگان تاجک، به پرچم دولت اسلامی، به بزرگان هزاره یا به بزرگان ازبک میکنین، شما دیدن شاهدش هستین، توهین کردن ضرب ده توهین میشنوین، با وجودی که در کشوری که به نام افغانستان است بیش از 24 یا 25% مردم قوم پشتون حضور داره، 25% هم بسیار زیاد گفتم، میان در مقابل 75% کشور میان اهانت میکنین، باور دارن که ضرب ده توهین میشن، تحقیر میشن. متوجه حرفا و حرکاتتون باشین که اگر میخواین که دوره یک ملت یک مردم باشن با یک صدا باشن، بسیار با وضاحت میگم رهبر جبهه مقاومت ملی عمر صاحب احمد مسعود پرچم امانی را در پیستر خود بذارید، به خاطر شما برادران افغان، به خاطر شما مردم. ما مردم خود کدام علاقمندی خاص نداریم، با احترام با شما مردم می کار کرد، ما به خاطر که احترام با نمو جعبه با نمو مفکر ایدئولوژی دارم برایتون احترام دارم. و نمو تو جناب رهبر جمعیت ملی اسلامی افغانستان استاد همیشه پرچمتون در پوستر خود میمونه. اگر شما میخواین که یک با خودکامگی ها با اصلا پرچم از اونا نیستن، پرچم از خود مردم افغانستان هستن. شما در این موضوعات ما در مسائل آقای از مردم سپاس آقای بلخی دوست عزیز، یکون چیزا که تاریخ تیر شد نه یک جنبه درست تاریخ شد تیر شد، ما نمیدیم که روش نمی پیچه ما موضوعی گذاشته ما تکرار بکنم، نبی درست نیست، ولی تاریخش رفت خلاص شد. بله ما در موضوع صحبت نمیکنم، موضوع ما این بود که اگر بخواییم باعث توهین و تحقیر شوین
هیچ وقت به هیچ جا نمیرسید و هیچ موقع شما نمیتونید کامیاب شوید. دیدگاه مهیبو در مقابل برادرای پشتون پشتونای ما اینا ها بارها بارها یک بار بارها بارها سلطانیسب کوتا حرفت جنبت نیکو نه ما حرف یک سه چهار دقیقه دارم از من تحمل بکنم. اول خوب آقای بلخی را فراموش کردیم که برش تبریک بگم. بلخی سوی بزرگوار معذرت بدارم از صحبت هایم. ما دنبال رای هم که با پیوست ما در بعض قسمت های صحبت استاد مخالفت های خود دارم، البته که بزرگوار است استاد شیوه عزیز. ما در برابر افغانیزم مبارزه نمی کنیم، ما در برابر طالب و طالب پرست، در برابر کسایی که بیگانه ها را در سرزمین ما حاکم می سازند. برای ما مهم نیست از قندهار است، از دلمند است، از تخار است، از پنشیر است. بان که میگه پای ما تکمیل شد، هر وقت که ما میم که به سمسم از میدش دیو بکنم. سلطانی شد با معذرت که میبان تا در کمره نزنه گفتم پایین مندازم، خواستم شما را اینا را در جریان ببانم. و در کل دیدگاه ما است که ما در برابر افغان ها مبارزه نمی کنیم، در برابر برادران پشتون و در برابر شوینیست قومی، در برابر طالب و طالب پرست. مهم نیست که عبدالحمید خراسانی است، پسیویدون است، یا فلان است، یا قنداری است، یا هلمندی است، و هر کسی که اینمی بیرق، اینمی سرود، اینمی اراضی را، اینمی سیلگ و چند هزار نیروهای امنیتی را به خاک و خون یکسان کرده و طالبا را بالاخره پاکستانی را در سرزمین محاکم می‌سازد، ما در برابر از اونها مبارزه می‌کنیم. یک جای ثابت موقعیت گرفتی، سر جلو در درایو نبودی، با ما شما را بالا میارم. ما بسیار بر شانس آدم هستیم امشب. بسیار بر شانس هستیم. آقای سلطانی معذرت می‌طلبیم. اجازه بدید. آقای امان هزاره، یک بچه چسپم هستی، گپارم میفهمی، ملاحظات های خودم داری در قسمت طالبا که چرا نه طالب هستم و نه مقاومتی. من میگم که اگر مقاومت پل بپرانه، پلچک بپرانه، انتحار کنه در شفاخانه، در تکیه‌خانه، در مدرسه، در کاج، و من که تو یک جای میشم در برابرش مبارزه میکنم. شما وقتی که میایین میگین نه مقاومتی هستم نه طالبانی، توهین بر خون شهدای است که به خاطر آزادی در دوران مقاومت اول و در مقامات فعلی که استاد شده دفاع میکنه و هیچ وقت هم نگفتن که ما به خاطر پنشیر و تخار و بدخشان گفته در خاطر اراضی این سرزمین مبارزه میکنیم. من میفهمم که چرا توی گپا را صحبت میکنی. ما حتی در سطح بالای برادران هزارگی چسبه میشن، چرا بالاخره نه در علیه طالبا جوگیری ما کم میکنن، نه مردم خود بالاخره میگن که بیایم یک رقم کارا را کنیم. من میگم که آرام آرام زمینه باز به نفع من و تو در یک جای مساعد میشه که مای تو را تشویق میکنه که یک جای شویم در برابر طالب استاد شویم. جور زمان است. هیچ وقت ما از توی توقع را نداشتیم که تو در لایف بیای بگی نه مقاومتی هستم و نه فلان، چون توهین به شهدای ماست. یک دو، یک نفر به نام رئیس پل سوخته، یک آدم مریض بیمار، یک آدم تسلیمی، یک آدمی که هیچ چیز برای خود دیگر از اجازه بده. اجازه بده. اجازه خواهشان اجازه بده. ما احترام شما داریم. آقای امان هزاره گوزش همی موتاد چی باشه و بدر تو روش چی باشه. نه اجازه بده. اجازه بده. گفت که آمد بازداریم. گفت که اجازه بده. یک دقیقه اجازه بده. خواهشان من اجازه بده. من توقع را به یک بچه از دارگی تیک تاکی ندارم، ولی به همان هزاره دارم. یک بچه که در بین ما بوده، بزرگ شده، دوستای پنشیری داشته، دوستای کابلی داشته، دوستای قندوزی داشته، در میدیا آمده است گپ داشته، ارتباطات با یک بخش برادران هزارگی ما که در سیاسیون داره. خودش بیشتر گفت که 4 ماه ما در ایران رفتم مشکلات دیدم. وقتی که تو 4 ماه در ایران رفتی مشکلات دیدی، باز میمادی میفتی برادر ما با 4 نفر تیک تاکی کار ندارم که چی توهینی را به احمد شاه مسعود و استاد مزاری کرده، ولی ما پیرو استاد مزاری هستم. میگم که در برابر طالب و طالب پرست باید خط ما واحد شود، استاد شویم، دفاع کنیم. در اون وقت که افغانستان آزاد شد، بعد اگه تاجیک حق ما را خورد، باز ما یخنش میگیریم دیگه نمیمانیم. من اینی توقع را از تو داشتم. تو در لایف های ششتی که تمام ارزش های تمام مردم از زیر پا کرده، هیچ ارزش دیگه نداشته. ای عادت خودت توقع ما از تو دارم، از یک بچه که تازه در تیک تاک اومده ندارم. سپاس. همین یک چیز آقای سلطانی اما جان، یک لحظه مهمونی تازه را هم خوش آمدید میگیم. دوستای عزیز، خدای نخواسته هدف ما ایانت نیست، در برابر وطن همه ما و شما مسئولیت داریم. بسیار آدم ها هستن که میگن برنامه فروتن قوم پرستی است. او برادر همیش سوال، وقتی ناقلین یا تی تی پی در شمال افغانستان در جوزجان، بادغیس، تخار، کندز و در کل افغانستان میایند در شمال، همین یک جفا است که مردم ما را از خانش میکشه ناقل و او هم تعلق با پاکستان میگیره، میگه اینجا ببرای که من زندگی میکنم. اگر ما صدا بلند میکنیم، نباید تاپه قوم پرست و متعصب بخوریم. آقای فروتن طالب در 20 سال با بشکه زرد مردم ما را کشت.
خون تمام شهروندای او سرزمین، چی تاجک بوده، چی ازبک بوده، چی هزاره بوده، چی پشتون بوده، ریزانده. در برابر از این یک دفعه بیایم تغییر دیدگاه بدیم، مثل بعضی کسایی که امروز عقیده به طالب والی و بشک زرد دارن، همی جفای بزرگ است که نمی همه چیز رو نادیده میگیرن. آقای فروتن، فروتن یک کلام که این جمله تکمیل شود با دست امان 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 صحبت امان جان، یک کلام آخر، کلام آخر سلطانی، نوبت از استاد شیوا است. امی میمان تازه را من گپایش کوتاه من این بعد دیگه کلام ندارم، فقط نمیشتم یک کلام آخر ما دید ما است. آقای امان ازاره، من میگم که بارها گفتیم و حالا میگم، توهین به استاد مزاری، به احمد شاه مسعود و به آقای استاد ربانی برای من یکسان است. این را به خاطر تو نمیگم، بارا گفتیم، اما این توقع را ندارم که در زیر نیست تو، در زیر نیست تو با عامر ما، با رهبر ما، با قوم ما، با سمت ما توهین شده. آقای برادر عزیز سلطانی صاحب، گپت حق است، انتقادت بر حق است، من قبول دارم. ببینید دوستای عزیز، پیشتر آقای فروتن صحبت کرد، استاد شیوا، کلی ما و شما طرف رای حل میریم. من میگم شخصا خودم رای حل نمی هستن، و پرچم ملی افغانستان و پرچم سیرنگ افغانستان که هزارها در جوان تاجیک، جوان ازبک، تمام اقوام افغانستان زیر زو شهید دادن، توهین نکنن خواهشان. یک امان جان، نمی یک سوال از خدا، همین یک چیزی که تاریخش تیر شد قابل استفاده است. چی میگه تاریخ تیر شد؟ امروز اگر ما و شما برادر، امروز در هر ریاست جمهوری افغانستان یک پرچمی از آدرس امارات که تعلق به قطر میگیره آقای فروتن، این پرچمی گذشته ما را اینمی طالب هایی که امروز یک تعداد میایه برش لابی میکنه، اینمی پرچم آقای فروتن ببینه، پرچم سرنگ افغانستان ختم کردن، پرچم سرنگ افغانستان مربوط هیچ قومی نمیشه، مربوط تمام اقوام افغانستان است. امروز مقاومتی که پرچم نمیده، پرچم سیرنگ افغانستان میکنن، آمیان جمع دوستداران جمعان جان از دارم مالومات افغانستان در مقابل طالب میکنن، هیچ کسی دیگه نمیکنن. همین بس جنجالی نشه استاد شیوا، پایین رفت به میمان خدا، از یک طرف شما میگن رای حل، از یک طرف میگن که رای حل، همان جان کوتا بگذارم این میمان تازه را نظر شو بگیریم. من میگم به کوتا بسیار خلاص برادرها، یک سلام بخواد برتون باشم با برادر آقای امانی، این بگو هر گاه ناگاهی یک ده تا ویدیو سر ما بالا کرده، ما یک روز واکنش نداشتیم. حال خوب است، در برنامه داریم میپرسیم از پیشش کمی چرا ما را متاسف میگفت. بفرمایید بزرگوار. اولش خو یک سلام بخواد برای برندام نسیم، یک سلام بخواد برای خودت هست. ما خواست این لایف تو بالا اومدیم، خواست خاطر امان از آرا اومدیم نمیاد در لایف. برای دم نزنی، اگر به امان هم انتقاد داری انتقاد بکن، ما در برنامه ما تعویل نیست. ببین ما را بانک که بزنم، من نه دم میزنم، نه درشنام نیستم، ما هیچ وقت نه دم میزنم، نه ما کسی را دم میزنم که بیا با کل یک ملت دم بزنم، ما با اوت یک آدم دم میزنم. خوب گپ گوش بانک، ما گپ بزنم، گپ ما نکنم. امان از آرا دین روز در لایف جانی جانی بود، ای بیسای جامد بیسار مثل بیسار ببخشید مزد میخوایم، یه توی یک فرشته واره گم میزنن دباره قرمانی میدن مچه مسودی گم میزد، ای آمد بدر او بدرش خندی سرش میکد، ای هم سرش دو روز هم دلائف شدیم دور دیگر ای جا آمده بچه قشرافت دیجا برای من گم میزنن. امین لایفای گذشتن میمونیم ها بزرگوار آقای سعید، امین لایفای گذشتن میمونیم مسئله گذشتن نیستی، مسئله سعید جان، سعید جان درست است، انتقاد درست، آقای سلطانم انتقاد کرد، ولی کسایی که اینه میست از این بچه که شاگرد ما بود، ما و آقای فروتن امیر بزرگ کردم، دیشب گلای فضی رو دیدی؟ تاوین کردن امی شاگردهای ما رو دیدی؟ امیر ما بزرگ کردیم، تاوین نیست آقای فروتن، دلایف تو نامده ما بزرگ نکردیم. آ برادر امی دلی که ما و شما کل مردم میاد دیگه، حالا ما بگوییم ما ببینه آ برادر ما هر قش با زبانش استعدادش بزرگ میشه. بون کمی آقای سید انتقاد خدا بکنه برادر ما دیگه بزنیم، ما بغیر شمالی وار هستم، پنچری مگم نیستم، مگم ما از قرمون میلیم چا مسعود هر روزی که من مشناسم تو عمر زا ما تا سرم هم سرش استاد هستم، ما اوت مرد نمیبینیم در پیشونی ما، بیا دوباره از کس گاب بزنم و امان از اورا پیشونی ما باشه، یت سیلیسای مذهبی برش بزنم شه که در دنیا یادش بیا که نام قرمون میلی ماچا مسوی بگیره که بگه چی مراد شما نظرتون در مورد کوچیا چی است که غیر تهدید غیر پاشی هم چیز دیگه بوده ببینم ببین تو بسیار ببین اما اما نظر غیر توهین غیر تهدید یگان چیز دیگه نفر در تعریف کردنش آقای سعید غیر تهدید و توهین یگان چیز دیگه بوده میره که جانی جانی بیا بره میره دوباره قرمون میلی ماچا هر روز میره که شما بدن این بیاد تا من جواب تنگ یا فور یک دو طرف سعید ریسافید است دو طرف
طرف ها قضاوت کن. من سایم انصاف هستم. من اجازه باشه آقای فروتن. سیلی اسکریر من بلد هستم ولی احترام به خودت دارم. سیلی اسکریر من بلد هستم. جوان هم هستم. نه تو نداری. من خودم ایسا کنم. من خودم تو سیلی من بلد بلد هستم. دو طرف ها قضاوت کن. من لول نمیخورم. ما ببین من مرد باری گرم. بیاینا دوستو همی بس از آقای سعید. در مورد ما به عنوان یک بچه از پاکستان ما مانع خیلی هستید لطفا آقای سعید من مانع خیلی هستید در مورد آمدن این ناقلین در شمال افغانستان از آدرس طالب نظرت ما طالب مالا با کار ندارم فروتن ما اصلا با تو ما اصلا ببین ما فقط خرمان ملی ما چامزه دو نه دیگه با پوزش پایان طالب کار نداره خب کلتون تو طالب هستین دیگه طالب دمارو چیزی نمیگه آفای پروتن دیگه شما در افغانستان میاره در مورد ازو گپ نمیزنی آفای پروتن آفای پروتن آفای پروتن صدای مرا میشنوین امی امانه بگو مایک تبسته کن در صحبتهای ما مداخله نکنی مایک تبسته کن پیش از پیش میگم زمانی که ما صحبت میکنم داشتم ما هیچگاه آقای فروتن در لایف شما نداریم ما صحبت نکنم بگذاریم یک چند لحظه منطقی صحبت بکنم اجازه بده اجازه بده یعنی مایک که تبسته کو در نوبتت که رسید بعدا صحبت کو در قدم اول خو سلام احترامات در قدم اول خو سلام احترامات خدمت همگی شما دوستای عزیزی که در پایین لایف هستین تقریبا 800 نفر اید همگیتون مبارک سلام خاص به خراسانیای عزیز در قسمت ناقلین آقای فروتن صحبتایی که کردین البته من خودم شخصا 3 روز پیش همراه آقای شیوا یک برنامه داشتیم که مشخص درباره بادغیز غیر از ولایت شمال هرات و بعضی ولایت دیگه صحبت کردیم که متاسفانه این موضوعات هست تنها موضوع جابجایی تیپی و ناقلین وزیرستانیا در سمت شمال نیست بسیار موضوعات دیگر هم دارن اما من متاسفانه میبینم در این بحث شما بسیار یک تعداد دوستای ما که همیشه ادای مقاومتی بودن و مقاومتگر میکنن بسیار احتیاط کرده صحبت میکنن این طالب فراموش نکنین آقای فروتن عزیز یکی از شاخه های اوغانوالی و اوغانیزم است بیشتر آقا به تخار بسیار یکی از صحبت ها را کرد گفت نظامنامه ناقلین را که امان الله نوشته کرده بود با این طالب چی فرق میکنه طبعا اونمو دشمن مشخص ما یک اوغان است اگر امروز ما در این وضعیت رسیدیم امروز دشمن ما آقای فروتن ای که آقای بلخی چی نظر داره آقای سلطانی چی نظر داره امان چی نظر داره من به دیدگاه امه گیتان احترام دارم دشمن ما امروز طالب نیست طالب یکی از شاخه هایش است که 2 سال میشه در اقتدار آمده بالای ما آقای فروتن 300 سال است که عین برنامه عین فیلم بالای قوم تاجیک ازبک هزاره تکرار میشه کی میگه آقای رضای سلطانی ما به نظر دیدگاه شما احترام دارم شما یک آدم بزرگ هستین ای که شما امروز اوغان جدا از طالب میدانین ببینین یک چیز ما بر شما میگم زمانی که سفیر پاکستان در سازمان ملل میگه که بی فرهنگ ترین قوم قوم اوغان پشتون است زمان پشتون خود میتونه ثابت بسازه که بیایه بگویه برادر من پشتون طالب نیستم اما متاسفانه شما در طول 2 سال که وطن ما توسط یک گروه تروریستی اشغال شده متوجه هستین که 99% قوم اوغان امروز لابیگری بر طالب تروریست میکنه به خاطر اکثریت بودن پشتون من از شما آقای سلطانی بزرگوار سوال میکنم امی شمایی که در طول 2 سال و یا اشخاص مثل امانه که هر روز گاه یک طرف میرن گاه دیگه طرف میرن با امی بیرق سرخ سیاه سبز را که در پالوی بیرق مقاومت ماندین تا فعلا چندان هموطن پشتون ما را تانستین در کنارتان بیارین بزرگوار در طول 2 سال که شما شعار میتین که پشتون تاجیک ازبک هزاره جانم است خودت اگر در صفات اجتماعی آقای سلطانی شعار میتی خیر محمد خیرخواه اندرابی یکی از کسایی بود که مستقیم فیزیکی در سنگر داغ در مقابل طالب سلا در دست گرفته بود اما زمان کنمو خیر محمد خیرخواه اندرابی شهید شد اینمی هم وطن اوغان برش یک بغاوتگر گفت خودت آقای سلطانی در صفات اجتماعی امروز آمدی میگی طالب اوغان نیست اما اکمل امیر یکی از کسایی بود که 20 سال در ولایت سمت جنوب ایفای وظیفه کرد بالاخره بعد از سقوط افغانستان خانم خود بیوه کرد طفل خود یتیم کرد اما زمانی که شهید شد توسط اوغان کولابی و بغاوتگر خطاب شد فهیم دشتی همچنان یکی از امو کسایی بود که همیشه میگفت پشتون برادرم است قنداری و المندی برادرم است فیزیکی در مقابل طالب جنگ کرد زمانی که شهید شد یک دانه اوغان صدای خود بلند نکرد شما امروز ما را میگین که مردم چرا از مقاومت دور میکنین بزرگوار
اگر تو در تیک تاک هستی، اگر تو در صفحات اجتماعی فعالیت میکنی، من هم گوش دارم، هم چشم دارم، میبینم 99% قوم پشتون و یا اوغان در زیر امو بیرق سرخ سیاه سبز که 2 سال پیش توسط طالب به زمین زده شده، امروز لابیگری بر طالب تروریست میکنه. اگر ما امروز عقدهی شدیم در مقابل اوغان، پشتون اوغان از هم جدا نمیکنم، باعثش همی هم وطن اوغانم شده. تو بیا به ما آقای سلطانی جواب بده، تویی که مقاومتی هستی و میگی طالب اوغان یکی نیست، در طول از 2 سال به من یک آدرس در قندار، المند، خوست و پکتیان نشان بده که یک هموطن اوغانم یک تق فیر طرف طالب کرده باشه. 2 سال است که جوان ما هم در صفات اجتماعی صدا بلند میکنه، هم تظاهرات رو اندازی میکنه، هم فیزیکی 450 جوان در مقابل گروه تروریستی شهید میته، اما از سنگ صدا میبرای، از یک اوغان صدا نمیبرای، هنوز هم تاپه قومپرستی و قومستیزی در پیشانی ما زده میشه. مردم ما از سمت شمال کوچ اجباری می داده میشه، 10 هزار جوان پنشیری و شمالی وال بیگناه در کنج زندان انداخته میشه، از سنگ صدا میبرای، از می اوغان صدا نمیبرای، میگه خوب میکنیم، دم غم پشتون حکومت 274 سال به زور سر حکومت کردیم. هنوز هم شماها از یخن ما محکم میگیرین که ما قوم پرست هستیم، ما قوم ستیز هستیم. بسم الله، قوم محترم پشتون در طول 2 سال که طالب وطن اشغال کرده، قوم تروریست به تمام دنیا تو معرفی شدی. یک پاکستانی امروز تو را میایه بی فرهنگ ترین قوم میگه، میگه در فرهنگ یگانه قومی که ممنوعیت تحصیل به خانماست به پشتون است، پس توی پشتونه که از ما تقاضا داری که تو را از طالب جدا بکنم. بسم الله، چرا صدایت بلند نمی کنی؟ ما بعد جبه مقاومت، بعد احمد چای مسعود، بعد احمد مسعود، بعد بسم الله. وطن داره ازاره که مثل امان امروز میگی امی طالب جان مرا جای بته، ما در کنارش استاد هستم، وطن آباد میسازم. بسم الله، داگ از دا میدان احمد مسعود به گفته شما مقاومت زیر کمپل خیتون نشان بته. تو خو آخرین نفس جناب آقای طاهر زهیر بود، آقای امان که رفت به طالب تسلیم شد، لونگی زرد از سر کرد. پس بعد از سقوط افغانستان اگه کدام آدرس مشخص در دایکندی و بامیان خوست پکتیا دارین، ما در کنارتان استاد میشم. زمانی که با بیرق سرخ سیاه سبز و در قالب افغانیت 2 سال لابیگری بر یک گروه تروریستی شو که 20 سال در حق خانم ما، در حق طفل ما، در حق کودک ما رحم نکرد، پس چیگونه ما او بیرق در کنار خود بگذارم و هنوزم خود با افتخار افغان بگویم؟ شما خود بسیار ساده اشخاص مثل امانه که هر طرف انتقادایم که از دیشب از لایف ما کردیم برای تمامش جواب میتم، اشخاص مثل امانه که دست سنگ عبدالعلی مزاری را در سینه میزنه، شهید وحدت ملی که توسط طالب به قتل رسانیده شد، باز امروز میاد در لایفای زیر پل سوخته که شب و روز توهین و تحقیرشان با آدرس قهرمان ملی، با آدرس مقاومت، با آدرس بزرگایم است، بسیار بیچشمانه اشتراک میکنه و یک کلمه صدا از این آدم نمیبره. باز امروز هم میایم میگه به شما توهین شاگرد ادبی یک کلمه آخر ما برتون میگم آقای سلطانی، یک کوتا آقای رضای سلطانی یک گپ زد، گفت عبدالعلی مزاری با قهرمان ملی شهید احمد چای مسعود پشمه هیچ فرق نداره، اگر به احمد چای مسعود بهتره میشوه و عبدالعلی مزاری توهین است. نه خیر بزرگوار، امروز ما در مقطع قرار داریم که باید حقایق گفته شوه. عبدالعلی مزاری تسلیمی بود، یک تق فر در مقابل جمهوری شوروی نکرده بود، اما قهرمان ملی تا آخرین قطره خونی که در وجودش بود در مقابل دشمن جنگید. لطفاً احمد چای مسعود با هر کس مقایسه نکنین. تعلق به آقای امانی از دوره تبار میگیره. امان جان شما بفرمایید، این دو میمان هم خوش آمدید. با سلام احترام و خدمت دوستایی که تازه آمدید. بعد از آقای سعید میپرسم، ببینین آقای سعید شما رو به خاطر پایین انداختم، در مورد طالبی که 2 میلیون متجاوز در شمال افغانستان میاره میگه معرف ندارم، از او خاطر پایین انداختم. میگی که کسی که به احمد شاه مسعود دو میزنه، من او را میگم طالبی که قبر احمد شاه مسعود بیل میزنه، سنگش مشکنانه. اما متاسفانه مایکتون بند است، بگذارین امان صحبت کنه، بعد از امان نوبتتون است. آقای فروتن، امیدوار هستم که همینطور که گوش کردن گپ از این بچه را از مارم دوستا چلک نندازید در بیلی در پای امان نگو بندازه دان صحبت با احترام بسیار گفتدم نام مرا که میگیری نام ما و مرا متوجه باشه جنجال نکنیم بگذاری همین قسمی که اما شنونده بود
امی اخلاق هم اگه ما و شما پیدا بکنیم شنونده باشیم. بله مداخله نکنین خواهشان دوستان. اگر باشه من نمیتون مثلا کسی که بخواهد تبین. وطندارای عزیز امیدوار هستم که امی کار میکردی آقای فروتن که متاسفانه نکردی. نه نکردن یکی دو جای خود آنما درست هست. اجازه بیتن بالاتر تقریبا 1000 نفر هستین وطندارای عزیز در پایین. خوب گوش کردین. کسی که نه آدرسش مشخص است. تا دیروز افغان بود، تمام احمد شاه مسعود دو میزد، بسته قومای تاجیک دو میزد، مقاومت زیرکمپل همی آدم گفته. ما خو نگفتیم، بچه پشتون خو نگفته، بچه ازبک خو نگفته، بچه هزاره خو نگفته. همی آدم گفته. و تمام روز میامدی توهین میکردی، امروز به خاطر گف زدن شبانه مهریار و دیگر دوستا خوش هستی و هر دو توهین که میکنی خوش هستی. من متاسف هستم وطندارای عزیز. خیلی از جوانان روشن فکر تاجیک امروز به این حقیقت رسیدن که 4 نفر به خاطر گفت یک روز میای توهین میکنه و یک روز میای قهرمان میسازه، از مقاومت فاصله میگیره. قوم ما جوانای تاجیک خود ما، هزاره های ما، حتی پشتون های ما، اگر همی آدم جود توهین و تحقیر اگر یک دقیقه درست استدلال منطقی درباره سیاست افغانستان کرد، ما هم زیر تیک تاک بخیر خدافظی میکنیم. متاسفانه بدبختانه تمام مشکلاتی که امروز در بین اقوام افغانستان وجود آمده اینی رقم انسان هاست. میگه که افغان پشتون ما قبول نداریم، دشمنی اقوام را اینا میان دامن میزنند. ما میگم او برادر طالب پشتون هست، پشتون طالب نیست. اگر تو دشمنی با قومای محترم پشتون میکنی، ما افغان هستم، ما هزار هستم، ده گز ده میدان. متاسفانه بدبختانه اینی رقم انسان ها بودن که سالهای سال آمدن غلام شد، دان خود کرا دادن، به خاطر منافع شخصی خود آمدن تفرق اندازی بین اقوام افغانستان کردن. پشتون دشمن ماست، تاجیک دشمن ماست، اینی رقم گپارت زدن. من متاسف هستم بر از این رقم افکار. یک آقای سلطانی یک آدمی هست نسبتاً 2 برابر عمر خودی تداره. من پشتبانی از آقای سلطانی نمی کنم، ولی شرایط را، شرایط افغانستان را دقت کرده احترام میکنم. میگه 1000 به رهبریت، به قومیت من احترام دارم. اگر تو یعنی رقم انسان دا باشد، یعنی رقم منطق باشد، من میگم من به خودت 100 دفعه احترام دارم، به رهبریت 1000 دفعه احترام دارم. اگر شما بیاین یعنی رقم منطق دور از منطق بیاین مسئله قوم را، مسئله از اینا را دامن بزنین، متاسف هستم برای شما آقای فروتن و کسایی که شما امروز درد دارین که کوچ میاد، تی پی پی میاد، که فلان میاد، که بسمدان میاد و همین شبانه مهریار یا خانم یا گنرمند بودی امروز برازی گفت میزنی، دیشب دلایف از اینا بالا میشین، هر توهینی که میکنین، هر حقیقی که هستن متاسف هستن برای شما. وطن دارای که در پایین لایف و تجازه نتی در بارش صحبت بکنه گوش بگر، من گفت رو خوب گوش گرفت. نه حال در گفت زدن خوب یک بار اگر چیزی میگم من اجازه به توهین هیچ کس را نمیتون. در باره طاهر زهیر آقای فرطان، در باره طاهر زهیر، طاهر و زهیر امروز برای مای هزاره قهرمان است. برای مای هزاره چی که برای تمام اقوام افغانستان قهرمان است. طاهر و زهیر نمیخواهد که تار موی بچه قومش یا خون بچه قومش به زمین بریزه. خود اگر آمده مرد و مردانه در سنگر اسیر نگرفته، اگر شما منطق داشته باشین اسیر جنگی در سنگر گرفته میشه، اگر شما وشتوک نباشین، بغض نداشته باشین، اسیر جنگی در سنگر گرفته میشه. طاهر زهیر خود میدان آمد و شرط و شرایط خودم مانده بود که این کارو تو بکو، من میایم. مردانه امروز قهرمانه در کابل در پایتخت زندگی میکنه. و درباره استاد شهید استاد مزاری که شهید و امان جان یکی از شرایطی بود که باید بعد از آمدن یک سوال آقای امان پایشان آقای فروتن یک سوال کوتاه یکی از شرایط آقای زهیری بود که بعد از اینکه به نظام طالب میآید باید زمینی بیرون رفتنش هم مساعد شود. تا به هنوز که آقای زهیری نمیتونه خارج سفر کنه چی است؟ ما و تو همین جا هستیم. اگر آقای طاهر و زهیر وطن خود رها کرد که در کدام کشور دیگر رفت، ما دیگر به عنوان یک چند روزی که سلام علیک داشتم، اگر ما دمی لایف آمده روی خود سیاه نکردم بگو لعنت به تو. اما تا این روزهای در وطن خود است، مرد و مردان ها 6 تا زندگی کرده روان. ولی آقای درباره استاد مزاری شهید وحدت ملی افغانستان که همواره تلاش کردن و کوشش کردن که وحدت ملی یک اصل است در افغانستان و همواره آمد کسی که دشمنش بود در سنگر می جنگید برش می گفت آقای سیاف،
این قهرمانی استاد مزاری بود و استاد مزاری تاریخ و استاد مزاری خواست خودش از خداوند ای بود ما روزی ملتم بیدار شوه، حق و حقوق ملت خدا بگیرم و از خدا میخوایم که ما دیگه اگر لطف بکنه خداوند ما جام شهادت بنوشم. با آرزویش رسید. هر کس با آرزویش که این رقم پیش بینی کنه و این خواست از خداوند داشته باشد نمیتونه. بچه جان تو شاگرد ما بودی، تو امروز در روی پدر خود میخزی، امروز تو می در پدر خود می تامین تامین اونجا در لایف آقای فروتن حقیقت است. اگر حقیقت نیست گردنت بسته. ما امیر بزرگ ساختیم سر و تله تو دور فنا میارزه تو بچه میگی پدر تو تو بچه میگی ما شاکر ما مثل آدم باره تو بد تو گپ آخر ما گپ آخر ما گپ آخر ما پروتن ما در برنامه تو آمدیم چرا این اجازه میتی توحیم میکنم تو بانت ما امراش بس بکنم بکنم اگیره بنده توحیم ما امراش ادامی بس بکنم که مالم شد حالا خود فرمی اگر دارم هم نگم من پدر عزیب بودم تو دانی خدا من هم بسیم فروتن اگر مرا یک چیز مبرت میگم فروتن اگر مرا از برنامه کوین انداختی به خدا قسم در زندگی امروز توبت نمیکنم فروتن در زندگی امروز توبت نمیکنم آقای امان یک برنامه را که ما میگیریم یک نفر میاید شاگرد ما نمیشه اینجا یک برنامه آزاد است یک آدم بس میکنه وقتی ما میبینیم توان بحث داره طبیعتاً در برنامه ما حضور پیدا میکنه حال اجازه باشه که من جوابش بدم نه کسایی که بیایم مثل زیور تخت اجازه بده که من جوابم جوابش بدم اجازه بده که من جوابش بدم فروتن با می کلمه ای که از خود چی داره بفرمایید آقای فروتن خودت میبینی کسی که میای اجازه بده آقای فروتن اجازه بده آدمای هر روز اجازه بده اینا اومدن شرم انتقاد میکنن اجازه بده که من از خود جواب داشته باشم تو قصد داری باشه خب بیا مای که تبسته مای که تبسته بازی تو بتا ما بگو مثلا نکنه تکمیل شد بعد از عمر سبون تو گپ بزن و بعد آقای سعید و بعد آقای گپ آخر ما همی است گپ آقای زنده باد افغانستان زنده باد کل افغانان زنده باد وحدت تمام ملت افغانستان زنده باد تاجیک زنده باد ازبک زنده باد تمام اقوام افغانستان عرض شده و ناشده دان خود از کنی خود گیره و میتین اینجا میانی تاوین با قبول بیاده با ای بیاده با آمان بکتا آدرس قومی محترم تاجیب نیمه که من پشتونه قبول ندارم مثال خراب ندیم از آدرس ببین آقای پروتن از آدرس قومی محترم تاجیب نیمه پروتن پروتن یک لده اجازه باشه پروتن یک لده اجازه بته یک لده اجازه بته پروتن پروتن یک لده اجازه بته آمان پروتن فروتن میره ایره بگو چپ بشید چپ بشید از جایت ماش یک لذر چپ دانه تبسته کو دانه تبسته کو یک لذر دانه تبسته کو یک ماش تو رفا نمی ارده سر کسمت یک دقیقه چپ شد فروتن ایره مای کشه درش بسته میکنی یا نه میره ایره فروتن ایره مای کشه درش بسته میکنی یا نه اگر در موضوع مداخله کنم کار درست امان جز توهین آقای فروتن 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 یک لحظه اجازه بده فروتن اجازه بده فروتن ده دفعه توهین کرد ما یک چیز برات میگم اگر قرار باشه که از امان پشتیبانی میکنی مرا پیش از پیش بگو که من صحبت های خود زمانی که ما یک کلمه حرف میزنم مرا خاموش میکنی بازی امان که صحبت میکنه برش اجازه میده دیر خود تو اوغان بده دیر خود دیر زحمت شما مسعود بس تا که مایکل دیگه خبیثه مقاومت زیر کمپل خیلی سباون میکنه بس تا که مایکل بگذاره نال ما جواب بتم اجازه بده که ما جواب بتم اجازه بده که ما جواب بتم ایره دانش دانه کسی پذیر بسته که فروتن مقاومت زیر کمپل گردن سعید اجازه بده مای کشه بسته که سرش مای کشه بسته که سرش مای کشه فروتن بسته که کلمت تو بسته آله امیره بگو یک دقیق دانه تا چه تو که من صحبت بکنم امیره بگو یک دقیق دانه تا بسته که فروتن که من صحبت بکنم یا نه چپ که یک لده دانه تا دانه کسی پتا چپ که
تو اطمینان کامل داشته باش که اجازه نمیتون عمر سوان تعیین کنه، اما نظر میتونه بتا نقد ادبی اگر داره بفرمایید. بفرمایید مقام چند یک لحظه اجازه بدید. چرا برای سوان نشاخت که من پدرش هستم؟ تو هم تو اگر به برزو اجازه میدی مگر سوان راست میگه آورا در من اجازه بدید کردم یک آدم در برنامه اجازه بدید فروتن یک لحظه فروتن یک دقیقه اجازه میدی یا نه فروتن اجازه بدید امان یک لحظه صحبت نکن یک لحظه برادر اجازه باشه خیر است که در برنامه ات اومدیم باز هزار دفعه در لایف ما تشریف بیار یک ساعت صحبت کو آقای فروتن لایف از ما ده دفعه توهین کرد ما در لایف تو بیایم یک لحظه بی ادب بگو ما که تبسته کو امانه امان اجازه بدی به خدا ده غیر از این لایف قطع کنم مجبور یا اینجا که چپ بشی دیگه خود گپ که میدنی انتقاد که میکنی بان که آدم گپ بزنه نکن من رفتم خدافیز دوستا خدافیز تو از من تو یک چیز ما برات فروتن یک لحظه چیز میگم برات یک لحظه یک چیز ما برات میگم تایید برو برو پایین برو یک چیز ما برات آقای فروتن میگم تایید مایک تبسته کو تایید مایک تبسته کو ده ها دانه مثل امان ماش در بس که امرای عمر سبعون اشتراک بکنه پدرش صحبت کرده و استدلال کرده نمیتونی را متوجه باش ده ها دانه تا فرار دادیم دیشب در لایفم 2000 نفر بود سه دفعه سر استادت نستوی نادری صدا کردم که اگر مرد است یه مناظره بکو اینمی رقم فرار کرد اینال استبر که صحبت هایی که کرد ما برات میگم بله ما در گذشته یک دیدگاه و نظر دیگه داشتیم ببار یک هزارم از ملت سربلند تاجیک که خودم پخته یک پروانی هستم از رهروان قهرمان ملی شهید احمد چای مسعود بزرگ بازم معذرت میخوایم مردانه معذرت میخوایم اما بعد از اونمو اشتباهی که کردیم در خلای معلوماتی که قرار داشتیم رای ما که تغییر دادیم مردانه یک سال است که در سر گپ مستاد هستم مثل تو و رحمان ماش نبودیم که گفته باشم زنای پشتون از خانه هایشان بکشین اطفالشان گروگان بگیرین باز یک روز که احمد زای صاحب برام چوچه شیر زد پشتون شوم باز یک روز خراسانی که برام چوچه پشک زد مقاومتی شوم این مغز خوب این گپ در فکرت بگی پدر کلانتم که در لایف بیای امرای ما بس کرده نمیتونه درباره عبدالعلی مزاری باشه درباره قهرمان ملی باشه یکی از کسایی هستم که نه مزاری رو به رسمیت میشناسم نه افغان هستم نه از افغانستان هستم نه افغانستانی هستم پخته خراسانی هستم یکی اوخونه است هر کسی که از آدرس تاجیک ازبک هزاره دیدگاه ملیگرایی داره و دیدگاه وحدت داره راه و مسیرش برادر هیچ من امرایشان مشکل ندارم هیچ صحبت ندارم باز در کل اشخاص مثل امان سیال من است که من امروز امرایش صحبت بکنم چهار دانه اوغان مثل قندوری ماما اینا را مثل کاغذ تشناب استفاده میکنن میایند به نفع قوم پشتون صحبت میکنن یک دقیقه فروتن امان انتقاد کرد که دیشب به شهید وحدت ملی توهین تاخیر صورت گرفت بله در لایف زیر پل سوخته که شما بالا میرین من یک تاجیک هستم پنچیریان قلبم است زمانی که در اون لایف گفته میشه که پنچیری از یک دقیقه لیاقت صحبت کردن نداره قطع کن مایک شکی از مکتبخانه احمد چای مسعود بسیار بخشش باشه که کلمه را میگم قطع کن که از مکتبخانه احمد چای مسعود باز است خوب دانکایتان جین سیبلس خنده میکنین او وقت وحدت برادری یادتان نمیه زمانی که یک شخص به نام پروفیسور ازاره که شش دانه کتاب نوشته کرده در لایف بالا میرین ده ها بار از رفتن قهرمان ملی به پاکستان یادآوری میکنه ده ها بار نام پنچیر میگیره ده ها بار نام جبه مقاومت میگیره و میگم من یک مفکوره کمونیستی دارم مخالف جهاد هستم اما یک بار از میخکوبی های عبدالعلی مزاری صحبت نمیکنه خوب همچو بحثا براتان کیف میته اما زمانی که باز یک تاجک در عکس العمل بر علیتان قرار میگیره در مقابلتان واکنش نشان میده تصاویر شهید احمد چای مسعود زمانی که در زیر پل سوخته دستور داده میشه که دربتین او وقت هیچ گپ نیست برادر است نور چشم است امام باز تبا زمانی که عمر سباون آمد یک کلمه گپ در مقابل مزاری زد یا یک کلمه حرف در باره اوغان زد شما قوم پرست هستین فارغ شده های مکتبخانه احمد چای مسعود فحاش هستین خی تو از کدام مکتب فارغ شدی که قدر احمد چای مسعود مکتبخانه‌اش بد است شماهایی که ناموس گفته به قهرمان ملی شب روز دو دشنام میتین شما فارغ شده کدام مکتب هستین بزرگوار نه کدام رهبر فیزیکی در افغانستان سپاس آقای عمر از اینکه نیستم مادر از زیر برنامه رفت آقای عمر پیش سرش گپ زدن فکر کنم کار درست نیست آقا برادر ده دفعه توهین کردم این آدم که یک کلمه گپ برش نزدی خودم همین ماشه که تشله وارم ایلولا بی بی عمر جان خودم به اندازه خودت در مورد هم آدم گپ زدی و هم در مورد خودت گپ زد فکر کنم مساوی شد خب
همی آقای سعید هم میگذاریم، بعد آقای آرش، آقای امان از که سلطانی شب بزرگوار هم خوش آمدید میگیم، با نومیری هم درخواست روان کرده، باز اگر جای باز شد اونا هم بالا میارم. آقای سعید بزرگوار ما والا بله ما صدای تا دارم، من خواست خاطر از او آمدم، من چند تا ویدیوش بدم که من با این نال داشت طالب دلیلی که گپ نمیزنی چی است؟ یک دقیقه خوب صدا، یک دقیقه خوب گپ گوش کنی چی میگم. ما ویدیو داشتم که ما بات میکنیم، بات ویدیو را به نشان میدیم گریخ تاگی دید که ما برش به خاطر ما در لایف ها میبینیم میمیا همیشه با قرمان میبینیم مچه مسود میبینیم اینجا با سقه مثل زنان سعید غرمان سعید بزرگوار در مورد طالب پیام چی است؟ در مورد 2 میلیون قبول را که جنخوار را ببرن دشمن کل ملت افغانستان صاحب را تو فکر میکنی ما کدام تو جا توی تو اگر میزنی که تو برادر قند تو فکر میکنی ما کدام آدم طالبی برنامه مسئله همون نیست، برنامه مسئله اینی آدم هاست، اینی آدم هایی که با شطار میرن چرا فرار میکنن از لایف آقای فروتن؟ از لایف دیگر لایف دیگر فروتن چرا فرار میکنن؟ سلامت آقای سعید، جامون رفت پایین، سلامتی بر شما رو فرار کرد، پایین نرف فرار کرد، در مقابل من پدرش بس کردن میدانه، فرار کرد آقای عرشم. سلام، سلام بر فروتن گرامی، عیدتان هم مبارک، اخلاق جا و جا سلطانی عزیز، عید خودت مبارک، بلخی گرامی دیگر دوستای مسابقه میلیار عزیز. فروتن عزیز، خب بس ها بسیار طولانی شد، بسیار وقت از منتظر شنونده بودیم. درباره ناقلین که صحبت خود برنامه روی زمین هست، ببین تا جایی که ما شنیدیم اگر راست است یا دروغ، حدود 1.5 تا 4.5 میلیون از این ناقلین انتقال داده میشن، در نقاط مختلف جابجا میشن. تنها رای شینمی هست که اگر از هر رای از هر طریقی میشه که نمی پیش از اینکه یا جابجا شون باید جلو از یا گرفته شون. اگه زمان یا جابجا شون یک سال هم از این قضیه تیر شوه، ما و شما یار دور کردن نمیتونیم. 4.5 میلیون یا 5 میلیون نفر یک تعدادی نیست که آدم بکشه، ایره در دریا بندازه، ایره آدم بزنه، چه بکنه؟ اینمی وقت وقت پیشروش گرفتن است که اگر می بعضی رهبرای ما و شما میخواهند در این دور زمان برای خود بینی خمیری جور بکنن، باید در این مقابل صدای خود بکشن، حداقل گروپ های چریکی جور کنن، مانی از یاشم. غیر از این میگم یک سال بعد اگه شبه این خط این نشان ما و شما 4.5 میلیون ناقل بیرون کده نمیتونیم از هیچ رای، چون اگه ما و شما بکشیم جامعه جهانی کلگی در مقابل ما استاد میشه، میگه شما ناقص حقوق بشر هستی، کشتی، زدی، فلان که دالی، که هیچ وقت ما و شما این کار نکردیم. یعنی مسئله از این، اگه اجازه باشه در این مسئله ای که دوستا بس کردن بسیار یک نظر کوتاه بندازم اگه جاسید باشه. ببین امی برادر ما که بیشتر در لایف آمده بود، من خود قدر کتش کارم نداریم، امی پشت سر یک آدم گپ زدم فکر کنم کار درست نیست، من اون کار ندارم فروتن عزیز. من میخواییم چون از بس از سر کنار آمدن ها بود، من منظورم از کنار آمدن است. وقتی که امی هر کسی هر مردمی میخواه با هم کنار بیایه، روی نقطه های ضعف یا روی خطای قرمز یکی دیگه خود دست نمیمانه، انگوش نمیمانه. اما امی دوستا من اینه نمیگم، حالا دیگر نفرهای را میارن با نامای مختلف که به حد اندازه به همه چیز ما حمله میکنن، فواشی میکنن، دو میزنن، ویدیوها وجود داره. باز یک ساعت بعدش در این لایف میان میگن ما شما برادر شدیم. اگه ما برادری و یک جای شدن از زیر نظر داریم، خب چرا این کارا را میکنیم؟ همین انتقاد آقای رش ما هم کردم که وقتی ما اجازه نمیتون که کس مثلا برای بابا مزاری تعیین بکنه، اگر برادر هزاری ما برنامه میگیره اجازه نباید به تک برای احمد شاه مسعود به حرمتی صورت بگیره، که یکی از انتقادهای تندی ما است. آقای فروتن همی شرط که بیم از مادر برادری میزد دیشب توهین میکرد، کلاوی و شنگری گفته، امروز در لایف شما چهره دیگه را گرفت صحبت میکنه. در افغانستان رهبرها بسیار زیاد بودن، 9 تا تقریبا تنظیم بود، تنها کسی که راهش حق بود و مقاومتش حق بود، امروز سربازش در اونو که مقاومت داره، اگر از دیگه رهبرام رایشان حق می بود امروز یک سرباز می داشتن مقاومت می کرد. احمد شاه مسعود کسی هست که دنیا بر از او سر تعظیم فرود آورده، تا که نامش در زمین باشه او سرباز داره. سپاس آقای آرش. امیر یک دوستا انتقاد داره و آقای وکیلی نوشته داره که سباون تامین میکنه چرا سکوت کرده. امیر سباون خو یک کلمه گپ نزد. اگر دیروز کدام اتفاق دیشب افتیده، ای از روی ناگزیری واکنش بوده برادر، آغازگر همی بر همی موضوع کی بوده اونم ما قصیر است. من فروتن میرم پایین، اگه وکیلی گرامی میه بالا خوب در مقابل صحبت اگر آمدم درخواست بتن میارم. بانو شبانه میریار اجازه میتیم بعد سلطانی سبب بفرمایید. مقصد آقای احمد بلخی قاضی هست دیگه، اونجا بیشی
درود خدمت تمام عزیزایی که روی صفحه هستن و دوستایی که در پای لایف هستن. عزیزا ما میخواهیم سه موضوع یادآور شم. یکی در قسمت همین بردن مردم وزیرستان در سمت شمال، این بر ما یک کار بسیار خوب است که اینا میکنن، چون که پی تی تی اینا کسایی هستن که نه تنها بر کشور ما بلکه بر بسته منطقه یک تهدید هستن. اینا تا زمانی که در مناطق جنوبی کشور ما می بودن، بر سمتای شمال یعنی کشورهایی که در شمال کشور ما هست یا در دوربر ما هست خطر ایجاد نمی کردن و بنابراین کشورهای همسایه خاموش می بودن و سکوت می کردن، ولی آل اینا خطر برای کشورهای همسایه ایجاد می کنن که با اینا مشکل دارد. در جنوب کسی مشکل با اینا نداشت، ولی دیگرها دارند با اینا مشکل و به خاطر اینمی موضوع آل کشورهای همسایه دخالت میکنن برای حفظ امنیت خودشان. اینا دخالت میکنن، خیلی کار خوب میکنن، ادامه بتن. اینا را هیچ کسی بیاز در اونجا ماندنی نیست. مثل که غازی حسیب گفت، باتری در پشت سرشان زده، پس از اون منطقه ها خارجشان میکنن. این یک موضوع موقتی است، اونم تا که طالبش گم شدنی هست، اینا هم گم شدنی هستن همراهشان. در قسمت از این که ما هیچگاه اینمیال شما دیدیم که برای هیچ کس توهین نکردیم، برای یک هموطنم همتبارم که دیدگاهش همراه ما مشترک است، همراهش موافق هستم، گفت زدیم. نباید از کسانی که بخاطر که همراه گفت یعنی مشکل دارن که کسی کسی را تشویق میکنن، نام ما را در اینجا یادآور شون، از طریق نام ما بخواین برای خود اینجا جلب توجه بکنن. ما دلم شوا میتونم هر کسی که دوست دارم حمایت بکنم. من هیچگاه کسی نیستم که آمده باشم بازی کرده باشم، گفته باشم برای من گفت بزنید. در گفت ارسال کردن هیچ کدام مشکل نیست. و موضوع دیگری که عمر جان بسیار قهرمانانه پیش میری، بسیار به مثل یک مبارز واقعی پیش میری. خودت ضرور نیست که خودت دیگر برای تاجکا به اثبات برسانی. کسی که خودت میگه که باید گفت روان نکنم، این دلش بعد یکی دوام برات روان میکنم. شبتان بخیر، خدا حافظ. تشکر خواهر عزیز، سلامتیتون آرزو است. من انتقاد مدوس ما وقتی گفت چرا گفت میزنم، گفت حق مسلم هر کسی است که اگر یک کسی هم فکرش می باشد و خاطر تشویق بهتر از او این کار را میکند، عیبی نداره. کار خوب کردین بانو میریار و وقتی بالا می آمده نرف زدین، تهدفتان توین نبوده، ولی ای که حقیقت گرایی جز سرمشق زندگی تان است، این کار نیک، کار خوبی است. سلطانی چه بزرگوار بفرمایید. درود بر خانم میریار، عیدت مبارک باشه. سواون عزیزم، وقتی که آمد من رفتم پایین، آرش عزیزم چنین و شما دیگه قاضی صاحب خوب بالا شیشتا صحبت زیاد کردیم، تشکر. ما دیدگاه ما به دوستا گفتیم که هر جوان میتونه مبارزات خود بکنه با اشکال مختلف، ولی ما مخالفشان نیستم، مخالفتم نکردم، کار به کارشانم ندارم، اما بمانند که ما کار خود بکنیم، کار خودم میکنیم، در مسیر خود استوار هستیم. سباون یک جوان است، اول خود مرا نمیشناسه، خود حقیقتا مرا نمیشناسه، شاید در دنیای مجازی و گپای من یک عالم گپ پشت آزادی کمره نتی پایین اجازه بدید، اجازه بدید، یک دقیقه البته سلطانی شاید در مدر اجازه بدید، در خطا میشه بیا در همی آقای فروتن امشب نمیفهم که ما تحریم هستم یا دلایل چی است. بله که من گفتم سلطانی سبا پوزش همین برادر بالا آمد، گفتم کامریش نواز کنم، هدف اخلال نداشتم، بفرمایید. خب به هر حال هر شخص میتونه دیدگاه و نظر خود داشته باشه، من جسارت نمیکنم به هیچ جوانی که در دنیای مجازی است. گپ ما فراتر از تیک تاک است، یعنی واضح میگم فراتر از فیسبوک است، فراتر از که طالب میره پس از طالب چی میشه. گپ ما در وقت هاست و این گپ ما حالا نامدیم که یکقدر تاجیکا ضعیف و بدبخت و بیچاره باشه، به قول بعضی ها که دان خود کرایه دادن میرن لینکشویی طالبه میکنن. من لینکشویی نمیکنم، من واضح میگم که من چند نفر برادر هزاری ما که در تیک تاک میامر صاحب دو دشما میزنم، من اینا را اصلا نمایندی هزاره نمیبینیم، اینا توفالای هستن که دیگه پایگاه ندارن. من گپ کلانتر دارم. یک روز در برابر من شورای امانگی بود، وقتی که سینه یکقدر فراغ بود، کلش جمع کردم در برابر طالب استاد شدم. 20 سال بالاخره دولت وحدت وحشت ملی جور شد و هر کس جایگاه خود دید. ما با وحدت است گپ میزنم، من میگم که در قسمت بیرق اگر شما گپ دارین گپ خودتان است. تو شبم گفتیم
در قسمت سرود گپ صدا دارین. بله درست است، من مستقیم افغان نمیگم، من میگم هر شخصی که طالب است، طالب پرست است، از پنجشیر است، از تخار است، از بدخشان است، هلمند است، کلی میفهمه که 60 تا 65% طالب ها از برادران پشتون ماست. من مشکل با افکار طالب ها دارم. من نمیتونم که تقریبا 12 13 میلیون پشتون یا 10 میلیون پشتونی که در اون سرزمین است و یک طایفی بسیار بزرگش امروز فهمیدن که طالب تروریست است، اونا رو بوارم و دامان طالب خالی کنم، بسیار عامیانه که سنگر طالب قوی کنم. چه زیره که من میگم این نفع طالب بیشتر میبره، من سنگر طالب قوی میکنم. ما بچه پشتونی که در هلمند و قندهار بالاخره مکتب نداشتن، او را تشویق میکنم که در صف دشمن هم استاد شو. من میگم نه، او بیا در پشتون، اگر عزت خدا میخوای، شرف خدا میخوای، این سرزمین به نام افغانستان میخوای که و ما ها استاد شدیم. عمو بیرقی را که تو امروز سنگش به سینه میزنی، او را خو ما ها زنده نگاه کردیم. در بزرگترین نشستای احمد مسعود در کوههای پنجشیر، در اولین روزا که بالاخره در اندراب وقتی که 3 تا ولسوالی سقوط کرد، آقای فروتن در بالا است، وقتی که خیرخواه صاحب خدا رحمتش کنه آمد، کنم بیرق بالا کرد. ما خو حامی همین بیرق هستیم، اما دیگه 2001 و 2000 سال 2000 ما بالاخره چی نمیکنیم، تکرار نمیکنیم. نسل جوان گپ خود داره، مجاهدین گپ خود داره، مقاومت گپ خود داره، مردم گپ خود واضی داره. اگر دیروز بزرگای ما سیاست نمیفهمیدن، گفتن بزرگی سینی خود مارشال فقیر بزرگ آزاد کرد، عامر صاحب شهید نبود، بالاخره جایگاهش دست از او بود، آمد دید که به این حالت رسیدیم، یک دانه کلگی ما را به شهادت رسان، زمینه را مساعد کرد، یک بخشان در ریاست جمهوری، یک بخشان بالاخره در جنوب افغانستان طالب شدن، یک بخشان مثل آقای خلیلی و آقای علی احمد جلالی در بیرون لابی کردن که ما را بزرگای ما را جنگ سالار، جوانای ما را لندغر خطاب کردن. دیگه تکرار نمیشه، شما نترسین، نه از بیرق بترسین، نه از سرود بترسین، نه از فلان. اگه آمدن در این سرزمین دفاع کردن که خانه شان آباد، اگه نامدن ما دو دشنام شان نمیزنیم، ما این سرزمین آزاد میکنیم. گپ ما همی است، خدای نخواسته این نیست که ما بیایم در برابر تو ساش. اما ما یک گپ دارم، وقتی که ما میاییم استاد ربانی را، استاد مزاری را، احمد شاه مسعود را میگیم که مقایسه میکنیم، ما مقایسه ما این است که توهین نباید شود. وقتی که یک تاجیک باور به این داره که احمد شاه مسعود قلبش است، رهبرش است، خط سرخش است، برای او از آرام حق بوده دیگه، او از آرام باز با ما حق بوده. ما هدف ما این است، میگم چرا توهین شوه اینمی بزرگا. امروز نه آقای مزاری در بین ماست، نه عامر صاحب بزرگوار، نه استاد شهید. اگر ما واقعا پیروان واقعی مردا هستیم، با سینما فراق باشه، بان که یک نفر دو بود همین دو زدن و دشنام زدن، عامر صاحب کوچک میشه، آقای مزاری کوچک میشه، نمیشه. من میگم که یک تعداد اگر عکس العمل نشه، مگه هر عمل عکس العمل داره، ما میگیم چرا این کار شوه. امانی هزاره و بچهای چسبه میگی هستن، بیان جمع کنن نگاه پای خدا. ما خوب بارا گفتیم و حالا میگم، خودت هم در بالا شاهد هستی، همین آقای احمد فریدی فروتن در قسمت بیرق گپ داشت، در قسمت بعض گپا، اما این گپ نداشت که پشتونا رو توهین کنن، این گپ نداشت که بالاخره یک بخش بزرگ نادیده بگیره. و حال ما تلاش ما است که او بیادر جنگی که در دنیای مجازی بین هزاره و تاجیک است، سود زیر کی میبره؟ سود زیر خود طالب میبره. امیر لایفی رنگ که سازماندهی شده، به خدا اگه یک شب یا لایف نگیره، درم گروپ حقانی ها که یا هستن یا رو میکشن. اینا خود جنگ روانی رو انداختن، اینا در دنیا نشان بده که اینه، اگه شما فردا تاجیک و ازبک هزاره رو پس درست میاری، اینی نسل جوان بیدارش در بیرون. تمام صحبت های ما شما، تمام گپ های ما شما را طالب رسد میکنن، باید هوشیار باشیم. اما خواهش شما این است که جوان هستی، احساس داری، احساسات قابل قدر است. سپاس می‌گذاری ز بزرگوار. آمد مزرعه خواهی کرد. که پیش از اینکه دوستا صحبت بکنن، آقای سلطانی، صحبت هایی که من میکنم احساساتی نیست، تمامش از قلب است، چیزی که در قلب است از دوستی بیرون میاد. احساس قابل قدر است. من میگم احساس قابل قدر است. یعنی مقاره نباید شد. اینا داشت رو بری کار غلط هم اینجا دوستاز دیاد از من صحبت میکنم. سپاس سلطانی سب، تشکر. آقای آزادی بفرمایین. بزرگوار سلام و عید گذشته تانم تبریک میگم براتان. بفرمایین. سلام با شما. پیامتان چی هست؟ مورد اینی آدم هایی که نه کفش دارن، نه هویت دارن و نه شرف دارن، ولی متاسفانه از ترک تبار تا هزاره تا تاجک را در شمال افغانستان از خانه کاشانیش بیرون میکنند به جرم از این که پشتو صحبت نمیتونند و خانه هایشان را غصب میکنند. بفرمایید نظر شما چیست؟ اول که سلام برتون عرض میکنم، برای بلخی عزیز، فروتن و عمر و تمام دوستایی که در لایف حضور دارند.
ببینید ما یک کلمه گپ میزنم تا ازبک و تاجیک و هزاره متحد نشه انمی روز هر روز سر ما تکرار شده نیستن. این نیاز نیست که ما و شما منتظر همدیگه بشیم. تا ما و شما از همدیگه حمایت نکنیم گروه جل، گروه تروریست، گروه نفهم، گروهی که دور سرزمین هیچ تاریخ گذشته نداره، مردم اصیل او سرزمین کج اجباری میتن. بیایم ما و شما یک روزم که شده صادقانه برادران متحد شیم، گذشته را صلوات بگیم، آینده را فکر کنیم. بعضی دوستا که نه، بعضی دشمنا، بعضی ما را یاستین فقط برای ما و شما دشمن تراشی میکنه که در فاجعه اونجا چی شد، در غرب کابل چی شد، در اونجا چی شد. بیایم از غرب کابل درست استفاده کنیم، در اونجا چی اتفاقات افتاد، چی مشکل بود، چی آله دست کی قرار گرفتیم ما، در اونجا چی باعث شد که من ازاره کده توی تاجیک جنگ کدم. اونا نقشه شوم داشت که من ازاره را کده تو پرته. همین جنگ هایی که در غرب کابل افتاد، عامر صاحب مسعود یا شهید قهرمان ملی یا شهید وحدت ملی جرنامت مداخلات انمی مارای هستین بود. سیاف اونجا حضور داشت، گلبدین اینجا حضور داشت. نمیمون که فارسی زبان ببینین آقای آزاده مرحل چی هست که از این آیا وقتش نیست که مردم یک قیام ملی بکنن، از این افغانیزه کردن افغانستان جلوگیری داشته باشن؟ آیا بدتر دیر نیست؟ فروتان عزیز، 5 میلیون انسان آزادیخواه در کابل زندگی میکنن، حداقل او اگر چیز فراهم شوه قیام کنه، قیام سرتاسری باید وجود شوه. در بدخشان، در ارزگان، در تمام جای آقای آرش امیلی، یک درخواست دیگه است اگه اجازه باشه. جانم مشنایم خودیست بزرگوار از شما آرش پایین ببرم. بفرمایین آزادیسه. آل وقتش این رسیده دنبال گذشته نگردیم. ما و شما دنبال امپذیری باشیم. نگیم که تاجیک است و ازبک است و هزار است. اگر ما در تمام کسی نمیگم، اگر کسی در رهبر شهید توهین کنه او دشمن ما هزاره نمیشه، او عقده داره، او از یک جای اسپانسر میشه. هیچ وقت مرد آزاده که فارسی زبان باشه هیچ وقت توهین نمیکنه دیگه دیگر. چرا ما و شما دنبال هم دیگر را گرفتیم؟ سرزمین من ازاره را گرفته، توی تاجیک را گرفته، توی ازبک را گرفته، هر روز ما و شما دکلی هم دیگر بزنیم، لابیگری افغان شویم، لابیگری طالب شویم، این درد ما را درمان نمیکنه. بدتر ما را در 100 سال دیگه رو بود کج اجباری دادن، بازمونم کج اجباری میتر. چرا ما درک نمیکنیم ایران؟ چرا از فضای مجازی خوب استفاده نمیکنیم؟ چرا ما و شما یک روز علیه یک روز علیه یک دیگه؟ تیک تاک نان او نیست. اگر بیکار هستین برین کار کنین، زحمت بکشین، از اولید دیزتون از ساعت 7 صبح برین تا 4 دیگر کار کنین، بعد اگر اوقات فراغت داشتین بیاین در تیک تاک. اگر از تیک تاک مش میخورین، گل میزنه، گیفت میزنه، از این خاطر اینجا دو دشنام در قوم میتن، یعنی لعنت بر شما. این چی سوی سوی آقای فراتن اجازه باشه. همی بانومیری ها کام گفتنی دارن، اول اینا را اجازه باشه با آقای تبانو میت تچ نشه. حرفای آزادی یک حرفای متحد المال بود و عرفشم خدای نخواسته شما نیستین. همی سوی تفاهم نباید با وجود بیاد. اگر اجازه باشه سبان جان، من پس پایین میرم. ما اصلا موضوعات تمام شده بود، اما ببینین فاشیزم یکی از حقوق خود دفاع کردن و حقایق بیان کردن است، یکی فاشیزم است. خب
وقتی یک کس میایم میگه دیدگاه ما ای است و ما از هموطنان پشتونم آزرده هستم نه؟ یا ناامید هستم که اینا امروز صدا بلند نمیکنن بر علیه گروه تروریستی طالب، صدای ما شما داری؟ بله بله صدایتان دارم خواهر عزیز. این فاشیستی نیست، این یک حقیقت است که متاسفانه ما امروز همگی ما بیننده هستیم، شنونده هستیم که چی گپای زده میشه و این یک دعوت است که برادر صدایت بلند کو، بیا جبه 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 ملیس اما قدر که از مای تاجکاز از همگی دیگرها هم است. آقای آزادی گرامی میاین غیر مستقیم میگن تا وقتی که ما تاجک ها، ازبک ها و هزارها چی نشیم، متحد نشیم، ما را همیش کوچای اجباری میتن. آقای آزادی ببینین خو، ما متحد شویم در بر علیه کی؟ اینمی مستقیما شما میگین بر علیه پشتونا، به خاطر اینا را یاد نمیکنین. خب باز اینی فاشیستی نیست به خاطر که غیر مستقیم گفته میشه. و یک موضوع دیگه است، من شخصا خودم باورمند هستم به عدالت شهروندی، حق حقوق هر یک شهروند باید مساوی باشه. وقتی ما از اقوام یاد میکنیم، بیاین که نام گفته نگیریم، به خاطر از اینکه ما باید از بیشتر از 30 اقوام یاد کنیم، نه تنها از کسانی که یک تعدادشان در سوشل میدیا هست، حضور دارن و از حق حقوقشان دفاع میکنن، ولی اونایی که در اقلیت هستن، یعنی در اقلیت بیشتر هستن، چون از اونا کسی حمایت کرده نمیتونه، در اینجا از اونا هیچ نام برده نشنه. ما بلوچ داریم، قزلباش داریم، ایماق داریم، ما بسیار اقوام دیگر داریم که اینجا کسی از ایشان صحبت نمیکنه، ولی حقوق از اینا از دیدگاه ما باید با ما مساوی باشه، با من تاجک. و آقای سلطانی عزیز ببینین، وقتی که کسی میایه عامر صاحب مقایسه میکنه، من شخصا ایره براتون قسم میخورم که من از لحاظ تباری از عامر صاحب، از قهرمانیش هیچگاه یعنی قضاوت نمیکنم. این یک حقیقت است، ایره تاریخ نوشته میکنه. من بنا به چیزی که عملکردشان بوده از اونا دفاع میکنم و میگم خواهش میکنم که مقایسه نکنین، در مقایسه نیست. ببینین شما دیروز فکر میکنین امریکا شخصیت های دیگر، مثلا مایکل جکسون که یک پاپ، بزرگترین پاپستار کل جهان است، نه؟ تاریخ نوشته در وظیفه خود. چرا یک کس یک روز به نام از او در مابین کشور خودش نمیکنه؟ ما نباید از همه چیز در یک کاسه پرتیم و مخلوط بکنیم و بگوییم که این قومی است یا از دیدگاه که تو طرف داره یک کس است. آقای آزادی برای سلطانی نوبت از من تا آقای آزادی بازد کنم شبانه، اجازه باشه. آقای آزادی تمام نشد صحبت های ما، شما هم باید کنم. آقای آزادی بگذاریم، نه باز بعدن شما گپ بزنید. مقایسه یعنی چی؟ مقایسه شد دیجا در بالا مقایسه شد. نه مقایسه نبود، یعنی که گفتم توهین بین میا برای ما مساوی است. آقای آزادی من یال 4 بار گفتم مدار. من جواب ندادم. شبانه میری بانو میار خواهد زیست کنم. اگر من خواهد زیست کنم فروتن جان زورت کنیم یک لحظه دوستای عزیز، یکی تاریخ است، یک لحظه آقای آزادی، آقای آزادی یک لحظه کمی توی تفاهم رفت شود، یکی تاریخ است، تاریخ قضاوت خود کرده، در تاریخ جلمانه میتونیم. یکی مسئله مقایسه میه، ببینین اگر ما یک ملت را جمع میکنیم از دشمنی خودزنی دست بکشن، دشمنای واقعیشان را متوجه شود، اگر بیاییم بابا مزاری را، استاد ربانی را و مارشال سیب دوستم را طور مکسانه، همینا را از آدرس هر قوم یک دانه مقایسه بکنیم، زمین با آسمان نمیخوره. این باور فروتن است. البته من به نظر بانو میدیار احترام میگذارم، به نظر آزادی احترام میگذارم، به نظر سبان احترام میگذارم، ولی این نظر من است. فروتن اجازه است من ادامه بشم صحبت های شما در صحبت های من، لطفاً چیلک نداره. سبان مهیار بین ما و تو چی تفاوت داره که تو بالا باشی؟ آقای گرامی، آقای آزادی عزیز، من همیال 4 بار در صحبت‌های یادآور شدم که عدالت شهروندی، حق حقوق من و شما و هر آن کس دیگری که در اینجا حضور نداره باید یکی باشه. شما بالای من اتهام زدن نمیتونید، بگذارین که مدامه بدم. مشکل خلاص شد دیگه، وقتی حقوق مساوی ما در مقایسه سیاسیون بودیم که تاریخ چی میگه، درباره شهروندا صحبت نکردیم آقای آزادی.
درباره رهبرا صحبت کردیم. موضوع را کوتاه یادآوری کنم. آزادی رهبر شما برای شما بزرگ است. رهبر شما برای آزادی شما بزرگ است. شما جان اگر اجازه بدید بس رفت یک طرف دیگه. قانون ملی از خواهر عزیز زمین چه سوی تفاهم ایجاد میشه. آقای فروتن آقای فروتن آقای فروتن یک لحظه کوتاه اجازه بدید. یک موضوع یادآوری شما ادامه بدین. بله خواهش میکنم مایکایتان را بسته کنین. ما در صحبت های شما صحبت نکردیم. در صحبت ما هیچ جای نبود، هیچ گنجایش نبود بر اشتباه فهمیدن. ما در اینجا صحبت نکردیم از این که دیدگاه من و دیدگاه شما چی است. ما گفتم وقتی که ما قضاوت میکنم بنا به حقایق تاریخی قضاوت میکنم، نه بنا به این که ما یک نفر دوست دارم و یا از تبار ما هست. درست است؟ خواهر عزیز بپوزش. این ما برای حرف آزادی، برای حرف خودت، برای کل دوستان همیشه احترام میگذارم، ولی یک امی که پرخاش به وجود نبیاید فردا از امی کلپای ما نسلی بشکه زرد کسایی که به طالب والی باورمند هستن استفاده سو نکنن، بهتر است این تاریخ و مقایسه حرف نمیزنیم. موضوع برنامه ما در مورد اینی پایلوچا است. بله ببینین و یک آخای... موضوع است اونمو آقای فروتن اونمو پایلوچا را من براتان یک موضوع را میگم. خب آقای سلطانی عزیز، اگر شما فکر میکنین که ما بایی که خدا نخواسته کس آزرده نشه که ما میاییم حقایق بیان میکنیم، من این را یک کمک برعکس میبینم. جبی امیر جوان احمد مسعود از آغاز ملی بوده تا این امی لازم ملیست. خب دعوت می بخشین آقای سلطانی بگذارین که ممی صحبت ما داشته باشم، باز ما میتونیم ادامه بتیم. تا اینمی لحظه درای جبه مقامت چی از لحاظ رهبریتش که دوستا میتونن اشتراک کنن، سیاسیون همه سیاسیون میتونن اشتراک کنن، چی رزمندگان در کوپایه ها یا در هر منطقه دیگه کشور ما میتونن که در اونجا استادگی بکنن. برای همگی حق حقوقشان یکی از آقای احمد مسعود بارها در سخنرانی خود گفته که موضوع ما تباری منطقه‌ای زبانی و هیچ گونه یعنی تعصب ما حتی در جنسیت نداریم. بانوان آزاد هستن که در اونجا بیان شرکت کنن. من فکر میکنم که اگر به خاطر که آقای احمد مسعود تاجک است و یک تعداد به او خاطر امرایش همکاری نمیکنن، اینا نه امروز همکاری میکنن نه 10 سال بعد همکاری میکنن. ما حق داریم، ما منعیس شهروند نه منعیس تاجک که رهبر ما احمد مسعود است، ما برای خود اجازه میتونم که از هموطنم منعیس یک هموطن گله بکنم. درست است؟ ما میخوایم بگویم که تروریست اگر امروز تمام کشور اشغال کرده و این تمام جهان میفهمه، چرا امروز صدای ما بلند میشه؟ چرا صدای تو خاموش است؟ و چرا تو بالای تروریست حمله نمی کنی، با زبانت از زبانت استفاده نمی کنی؟ ما که زبان ما برای تو استفاده می کنم، صدای ما برای تو استفاده می کنم، تو چرا صدایت در مقابل ما بلند می کنی؟ این حق ما است که ما گله بکنم. آقای فروتن سپاس خواهر عزیز، شب خوش. آقای احمدی برخی کوتاه. بله آقای سلطانی باش کجا میره شبانه عزیز و همچنان سلطانی صاحب گرامی آزادی عزیزم خوش آمدید. برش میگم در بین تمام رهبران سیاسی تمامشان قابل قدر است، قابل احترام است. برای ما دوستشان داریم و یک موضوع است که موضوع تاریخی است در دنیا کی را میشناسه، برای دنیا به کی بسیار لقب قهرمانی یار میده. این موضوعات سیاسی بیرون از افغانستان است که بیرون از افغانستان قهرمان ملی را کل مردم جهان میشناسه، و در داخل افغانستان قهرمانانی که مثل خود عامر صاحب مسعود، استاد ربانی شهید، استاد مزاری شهید و دیگر قهرمانان دیگر که اصلا در مقابل متجاوزین از هر قومی که اصلا ما احترامش داریم، احترامش برای ما واجب است که باید احترامش کنیم. متاسفانه جناب آزادی گرامی شما ببینید که امروز عمر جان سباون اومد یک آقای وکیلی با پوزش، آقای احمدی بخشی با پوزش، آقای وکیلی همین کامنت های تمام خانم برام زخم میزنی، یعنی زیاد چیز نمیگم، من خدا بسیار بچه فایق بچه فایق نساز. آقای فروتن همین وکیلی به آدرس شبانه میریارم توین میکنه و در پایین نشته میکنه جواد دوره که به پنشیری احمد بلخی سلام برات میگم، فروتن رو میگم امورا میوت که فروتن که برای پشت کار رو برای کلکی میگم چی پشتون باشه چی ارکز باشه،
کسی در رهبر ما توهین کنه در رهبرش توهین میشه. دقیقاً قادر دقیقاً اینمی میفهمی اینه پیغمبر ماست، خدای ما، تمام چیز ماست. خدا هم شد عبدالعلی مزاری که خیر کرد. نه آره خدا به خودش هستم این نظر شیطرون بگذاره نه برادر مزاری را آره چی کار داره؟ یک آدم مال ما شما در یک جناب آزادی بیان در یک دنیا هستید مردم سنگ و چوبه میپرستن داریای دفعه شما جواب شد اگر آزای آقای آزادی قلبا احترام داره با بابا مزاری حرمت قائل شویم برادر دلش را نشکنیم کاری بدی نیست اجازه بدین اجازه ام رشته سخن است بشه آقای آزادی ما با استاد شهید مزاری احترام خاص دارم رهبر حزب وحدت است یک رهبری که میلیون ها نفر احترامش داره قابل احترام است برای ما ایره بسیار صادقانه براتون یادآوری میکنم همچنان دیگرا که بر رهبرای ما احترام میکنه قابل احترام ما تمام رهبران همین بس جنجالی یک موضوع دیگر یک موضوع دیگر تروتن نه 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 ما یک تو باید بگیم باز باید اجازه بدید خواهر عزیز رفتم آقای آزادی رفتم یک دقیقه اجازه بدید یک دقیقه شب بخیر